دوستان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظار شما باشه. جمعه 15 مرداد ماه 1400، درست نیمه تابستان، ولی هوا بهاری عالی توی واشنگتن که همیشه شرجی کولاک میکنه، امروز دو سه روز گذشته هوا بسیار خوب دلپذیر، ولی از فردا گرم میشه. و اما ششم آگست 2021 هست. خیلی خوشحالم که با شما هستیم و امروز چند دقیقه هم برنامه رو زودتر شروع کردیم. دلیلش هم اینه که گفتیم دوستانی که ما رو روی فیسبوک فالو میکنن اونها مطلع میشن، دوستانی هم که روی یوتیوب ما رو میبینن براشون فرقی نمیکنه ما چه ساعتی شروع کنیم، 1:45 شروع کنیم، الان 1:52، یا 2 بعد از ظهر شروع کنیم، این هم از این ماجرا. و اما اون روز من در برنامه هفته گذشته گفتم دوستان شما میتونید مردم تیوی رو روی تلفن‌های خودتون هم ببینید. چند تا از دوستان تماس گرفتن که آقا ما رفتیم هم روی اندروید گوگل پلی، هم روی اپل استور و اپ مردم تیوی رو نتونستیم پیدا کنیم. نعیز من، ما نه پولش رو داشتیم که اپ درست کنیم، نه حوصله‌اش رو داشتیم و نه این کار رو انجام بدیم، چون من اصلا باور دارم این ماجرای اپ هم یه زمانی از بین میره، چون اصل ماجرای پیدایش وبسایت این بود که یک جا باشه، همون www، یعنی World Wide Web، یعنی یه تار عنکبوتی که همه ما رو اونجا داشته باشه. حالا هر تلفنی رو باز میکنی 10 تا از این صفحه ها، 10 تا از این اپلیکیشن های مختلف، بعضی وقتا اصلا یادمون نمیاد چی داریم چی نداریم، در صورتی که شما یا با گوگل کروم یا با سفاری یا هر براوزر دیگه ای که داشته باشید، موتورهای جستجوگر، میرید آنلاین هر اسمی رو بخواین میزنید. اینجوریه که شما وقتی رفتید روی گوگل کروم، یا بذارید مثلا اینجا کروم الان من دارم، نمیدونم پیدا هست یا نه، بعد وقتی میاد شما اینجا تو اون قسمتی که آدرس مینویسید، مینویسید مردم تیوی دات کام. کاش که چند تا عکس گرفته بودم که بهتون بهتر نشون میدادم. وقتی مردم تیوی میاد اینجا، این پایینش یه چیزی داره که میپرسه که میخواین این رو به عنوان، ببینید حتی به عنوان بوکمارک یا به عنوان نیو تب یا به عنوان یه جایی هم هست به عنوان هوم پیج میخواد بذاره. خلاصه اونجاها من گذاشتم و به این صورت هم هست. ببینید دفعه دیگه که میام دیگه لازم نیست بیام رو این صفحه، الان اینجوری میشه، خودش میشه شکل یک اپ. اون وقت اینه که میزنی این میاد، وقتی هم که میای بالاتر این آقای خوشتیپ اینجا داره برنامه میذاره، میبینید. فقط صداشو باید، اینم دیگه لازم نیست بیام رو این صفحه، الان اینجوری میشه، خودش میشه شکل. اینم از تأخیر که من حرف میزنم بعد به شما نشون میدم. بعضی وقتا فکر میکنید چند ثانیه گذشته، باورتون میشه این 0.1 ثانیه تأخیر داره؟ و اینه دیگه ماجرا. خب در صورت ممنونم. میگه که شما الان روی یوتیوب هم هستید؟ نه، روی تویچ هستیم. اذیت نکن آقای اکبری. آقای اکبری عکساتو شاهین استفاده کرده بود، یک ویدیوی، اینجا بهش میگن فوتو استوری، یعنی یه داستان با عکس ها، ولی بیچاره رو خیلی اذیت کردن، هی مجبور شد بره عوض کنه، برداره بیاد اینا اینجوری. از هفته آینده من سعی میکنم که روی یوتیوب لایو باشم. حسن یوتیوب اینه که شما وقتی میای به غیر از اینکه لایو تماشا میکنی، بعد میتونی ببریش 12 ساعت عقب. ولی تویچ یا من نمیدونم یا همچین آپشن یا گزینه ای رو نداره. حالا یه سری با همدیگه بریم صفحه
به اصطلاح وبسایت مردم تیوی رو نگاه کنیم و برگردیم. بذارید من اینجا اینو بذارم سکرین کپچر و بگم که کلن این صفحه رو ما نشون بده. آقای سکرین کپچر سلکت ایریا بهش میگیم که از اینجا تا اینجا. خب اینه که ما نشون میده کامرای دو. شما اگر بیاین مردم تیوی کامرای دو، ببینید من 7-8 تا صفحه هست که صبح که باز میکنم اینا میاد این بالا. یکیش جیمیله، یکیش فیسبوکه، یکیش توییتره، یکیش لینکدینه، یکیش مردم تیوی هست، یکیش مردم ریپورت دات کامه، یکیش بالاترینه، یکیش ای بی هست، یکیش گویا هست، یکیش یوتیوبه. اینا اونایی که من زیاد استفاده میکنم. به همین جهت روی صفحه اصلی براوزر گوگل یا کروم باقی میمونه. اینا هم 100 تا اسم گذاشتن، گوگل کروم، اولش بود گوگل براوزر، بعد هی میخرن از هم دیگه، میفروشن، این یوتیوب رو میخره، اون نمیدونم اینستاگرام رو میخره. آخه یکی به این مرده که مال فیسبوک بگه خب تو که فیسبوک داشتی دیگه اینستاگرام برای چی میخواستی؟ حالا میری این فیسبوک نمیفهمی کدومش اینستاگرامه کدوم. برای آقای نیساری اتفاقا یه دو بار چی نوشتم، بعد دیدم به دستش نرسیده، بعد فهمیدم که ایشون وقتی از اینستاگرام میفرسه چیز نمیشه، من نمیتونم ببینم. ایشون نشته سوال کردم چون میخواستم بذارم رو تلویزیون فیسبوک نمیشه. خب آفرین آقا، آفرین. این باعث شد که یه دلیل من بیشتر داشته باشم که روی یوتیوب هم لایف پخش کنم. اگر حوصله‌اش داشتی الان این کارو میکردم، انقدر دیگه ما خودمون کارا رو انجام دادیم، از اینجا مستقیم میرفتم روی یوتیوب و لایف پخشش میکردم. ولی بذار حالا یک کاری کنیم، این صفحه مردم تیوی رو من براتون باز کنم. دوستان اولا صبح تا صبح میتونید بیاید اینجا صفحه اول روزنامه های ایران رو ببینید. این پیشخان چند تا روزنامه تو ایران هست، آرمان ملی، آسیا، همینجوری میای تا آخرش فوتبال و ورزش و اینها. و این یکی از محاسنشه، ماشاءالله ما هزار حسن داریم. بعد کاری که من انجام دادم و شما میتونید مقایسه کنید با صفحات دیگه، ما شما رو توی کوچه پس کوچه های تکنیک و نمیدونم اینترنت و اینفورمیشن و اینها نمیچرخونیم. شما نگاه کنید ما اینجا 100 تا صفحه نذاشتیم، نمیدونم کانتکت این، آرشیو این، قدیما که بلد نبودیم این کار کرده بودیم. بعد دیدیم چرا همه رو راحت نذاریم اینجا. ببینید شماره تلفن ما اینجاست، ایمیلمون اینجاست، صفحات اول روزنامه های ایران اینجاست. خدای نکرده، خدای نکرده زبونم لال بخواین کمک کنید، همیاری کنید، اینجاست. همیاری بلد نباشید به فارسی، بخواین به انگلیسی همیاری کنید، اینجاست. این و خب بایگانی برنامه های سربی با مردم همش اینجاست. آقای اندی اینجاست، آقای شاهین نوری اینجاست. اینا رو کلیک کنید، بچرخید، ببینید. و من الان چون دارم صفحه خودمون رو نشون میدم، شما توی این صفحه هم دارید صفحه خودمون رو میبینید. نوشته 4 نفر اینجا هستن. ما نه اهل دروغ و ریا هستیم، نه اهل این که چون دیدیم حالا 2000 تا باشن، 100000 تا باشن، چه فایده ای داره. یا آقایی هست خیلی جالبه، خیلی ها فامیل من رو به جای سربی میگن سرابی. این آقا اسمش هست محمود سرابی، یه تلویزیونی داره تو انگلستان. چند مدت پیش مجاهدا گویا بهش پولی دادن، انگولکش کرده بودن، یه کمی به اصطلاح زبون درازی کرد. من با یه وکیلی اونجا تماس گرفتم، با خودشون مستقیما تماس گرفتم و کاس و کوزش رو جمع کرد و رفت. یه آدمیه که فکر کنم یه کمی ورزشکار بوده، فوتبالیست بوده. آخه میدونید اتفاقا هفته پیش پتیک از من میپرسید که سوربی تو چه وزنی کشتی گرفتی؟ ما وقتی مثلا میگیم کشتی گرفتیم، همه ما که این آقای حسن یزدانیه کیه، من بیچاره چقدرم بد باخت، تقصیر خودش شد. مغرور شده بود که حالا جلوه این تنبلی رو کشتی، چون خیلی ورزش نفسگیری هست، شما وقتی میری جلو امتیازات از حالت حمله میری به دفاع.
ضمن اینکه این مربی باید به اینا بگی شما اصلا کاری به تابلو نداشته باشید، همش باید بری برای حمله و سعی کنی بری اون 8 امتیاز به بالا باشه، که خودش وقتی اختلاف امتیاز زیاد باشه شما به عنوان این که بگیم مثل مسابقه بوکس هست میگه ناک داون و ناک اوت، یعنی یه مشت زدی بهش گیج شد یا یه مشت زدی بهش دیگه بلند نشد، اینا این امتیازا. خلاصه معنیش این نیست که من اون کشتیگیر بودم. من یادمه وقتی هم میخواستم برم کشتی، چون داداش من کشتیگیر بهتری بود، تو شیراز مقامی داشت و حتی برای قهرمان کشوری قرار بود بره، که بعدن یه دفعه من رفتم جای اون امتحان بدن، سر جلسه گرفتنمون ورقه دوتامون و فلان اینها. اون تو 68 کیلو کشتی میگرفت، ولی من وقتی میرفتم با دوچرخه با این داداش بزرگمون و میگفتم منم میخوام بیام کشتی، میگفت وقتی که رفتی دبیرستان، که من به جای دبیرستان رفتم هنرستان و تصادفاً هنرستان ما سر این چهارراه بود، باشگاه تربیت بدنی علی ابن حمزه، اصلا نمیدونم اسمش چی بود اون موقع، اسمی نداشت، تربیت بدنی این ور بود. بعد شروع کردیم کشتی گرفتن. حقیقتش من فکر میکنم من به اصطلاح سوء تغذیه داشتم، یعنی درست خوراک گیرم نمیمد بخورم، همیشه گشنم بود. و یه مشکل دیگه ای که بود، من پاهام خیلی قوی نبود. وقتی رفتم مربی به جایی که به من بگه تو باید بری رو پاهات کار کنی، به من گفت تو برای کشتی فرنگی خوبه، چون خیلی مثل اسکلت دراز اینجوری بودم، گفت تو برای کشتی فرنگی خوبه، در صورت که کشتی فرنگی اتفاقا همش رو با پا کار داره. و خلاصه مربیامون هم کیا بودن؟ سهراب سرابی در ایران قدیما قهرمان پرورش اندام بود. نه آقا، اینی که میگم یه مفنگی تو انگلستانه، یه پولی از مجاهدین میگیره، همش هم کاسه اونا رو میزنه. دراشتم راجع به شمارش میگفتم، این دوستمون آقای کردار از کانادا گفت سهراب جان وقتی دوستاد میان یادت میره، حرف میزنی با آقای اکبری، با آقای شاهین خان، با خانم ملیحه و اینها، یادت میره حرفات. گفتم شما کاملا درست میگی. و این آقا وقتی من راجع به شمارش گفتم که روی صفحه تلویزیون الان انقدر بیننده داریم، دوستان عصر شماره هست و انفورمیشن، به همین خاطر آدم ها کمتر دروغ میتونن بگن، ولی دروغ میگن. ضمناً این شماره ها هم درست کار نمیکنه. شما خودتون یه ویدیو بذارید روی یوتیوب، شماره هاش نگاه کنید، امروز بهتون میگه 20 نفر، فردا میگه 16 نفر. آقا میگه بیننده که نیومده ویدیو شو تماشا که پس بگیره. ولی برای شاهین توضیح دادم، یه مدتی بود که میرفت رو 300 قفل میشد، اصلا بزن یوتیوب 300، بهت میگه که ما وقتی میرسه اینجا قفلش میکنیم تا ببینیم درسته. یه anyway، مهم نیست، مهم اینه که آقا شما یه بیننده داشته باشی، ولی اون بیننده ما 50,000 تومان کمکت کنه، 50,000 دلار که نداریم ما. حالا آقای سرابی از اون ور میگه 20,000 تا اونجا داره. من آقا عکس گرفتم یکی یکی براش فرستادم، گفتم آقا شما اینجا میگه 140 تا، اونجا میگه 14 تا، اونجا میگه 3 تا، اونجا میگه 2 تا، آخه این دروغا چیه میگی؟ ولی خب دروغ که آدمو خفه نمیکنه، حناق نیست. خب سلام سوربی جان عزیز، سلام آقای زمانیان و خسته نباشید. آقای بیت مشعل هم سلام و درود خدمت شما. این درود دوستان اصلا چی بوده واقعا؟ کلمه درود چه استفاده میکردیم ما ایرانی ها؟ اتفاقا تو ارتش ایران کلمه درود استفاده میشد، درود سرکار صبح اول صبح، یا درود تیم ساری، هم چیز. بله میگه سریال شاه همزه سالان ورزشی، اسمش سالان علیرضا پهلوی بود، از هنرستان به طرف پل دست چپ، نه از هنرستان به طرف پل، اون سالانه میشد سالان دست راست، چون دست چپش همون علی ابن حمزه بود، قبرستون بود. ببین اگه از هنرستان هستی پشتت به دروازه قرآنه، داری میای اینجا. ولی اون سالن توی خیابون چیز رو اسمش گذاشتن سالن نادر، اون سالن جدیدی بود که حمام داشت، قرار بود حمام آب گرم داشته باشه، ولی اون آقای حمزه بود کی بود اونجا روشن نمیکرد، میگم نفت ندارم، آب گرم کنش، مثل که نفتی بود. اینم از این. درود بر تو، روزت خوش. آقای مسعود کردار، آقای حلالزاده ای هست، حالا میگه آقا مگه شک داشتی؟ بله این آقای کردار گفتم تماس گرفت، گفت سوربی مثلا راجع به یه موضوعی صحبت میکنی، بعد یه چیزی رو میخونی اون موضوع یادت میره. حالا برگردیم به این شمارش و اینها.
لطف کنید تا اونجایی که میتونید از مردم تیوی.com نگاه کنید. بعد من حتما این هفته سعی میکنم، اینجا الان بزرگ مینویسم یوتیوب لایو رو به اصطلاح بذارم که دوستان هم بتونن از تلویزیون ببینن. یادم اون قدیما که ما از کامپیوتر تماشا میکردیم، این لپتاپ می آوردیم میذاشتیم رو میز، رفته بودیم یه سیم طولانی هم خریده بودیم وصلش میکردیم به تلویزیون. حالا آقای اکبری اتفاقا خودش هم گفت چند مدتی بیش نیست که متوجه شده، ولی خب وقتی هست چرا از استفاده نکنی. این اتفاقا یکی از چیزایی که ما باید یاد بگیریم، وقتی هست، وقتی داریم ازش استفاده کنیم. تا جوانیمون هست ازش استفاده کنیم، تا مغزمون هست ازش استفاده کنیم، تا زیباییمون هست به خودم اشاره میکنم ازش استفاده کنیم. بعدن هی به زور نخوایم اینجا اونو بخیه کنیم، اونجا ما این بخیه کنیم. وای 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 که ایرانی ها ماشاءالله از اون مردایی که موهاشون و سیبیل و نمیدونم ابرو رو رنگ میکنن، ماشاءالله از خانمایی که میکشن مثل قلاب انداختی لبشو کشیدی اینجا، همه هم اینجوری میشن دیگه نمیتونن صورتشون هم تکون بدن. برای خودمون دشمن درست نکنیم، بریم اوضاع و احوال برنامه رو ببینیم. تلفن رو میتونید روی چیز ببینید و چی بهش میگن، مردم تیوی رو میتونید روی تلفناتون داشته باشید. و خب پیشنهاد خیلی خوبیه که بتونیم از همونجا هم ویدیو رو بفرستیم روی صفحه تلویزیونمون ببینیم. دوستان اجازه بدید، چون آقا شهرام الان برای من یه ایمیل فرستاده، من یه میدونید بعضی وقتا شما هر قد با دوستان دوست باشید، رفیق باشید، یه روزی اولین نه رو که گفتید بعضیا دوستیشون کم میشه، بعضیا دشمنت میشن. امیدوارم آقا شهرام از اون نمونه نباشه. ببینید تلویزیون مردم رو من نمیگم مقایسه کنید با یه سوپرمارکت، با فروشگاه بزرگ کوروش، با فروشگاه نمیدونم بزرگ شیراز، چی بود سرفکل ستا. تلویزیون مردم رو مقایسه کنید با یه بقالی در خونتون. بقالی در خونه ما اون موقع آقای اوجی بود که باباشون ما میگفتیم کلاجی، ولی بچه هاش آقای اوجی و فلان اینا. خب این از بس یکی اومده گفته آقا کس سراغ نداری بخواد ماشین بفروشه، گفته حالا میپرسم. یکی دیگه اومده گفته آقا کس سراغ نداری میخواد ماشین بخره. این به فکرش رسید که حالا تو قرن 20 قرن 21 یه تابلوی درست کنه. اون وقتا درهای بقالی ها یادتونه چند تا در تخته‌ای بود، صبح ورش میداشتن میذاشتنش یک کناری که بعد این کرکره های اینجوری اومد بلا بگذر، بعد کرکره هایی که میرفت بالا. این گفته خب ما که این در رو که واز میکنیم از صبح تا شب این دره هیچی روش نیست، ما یه تخته، یه چوبی، یه چیزی بذاریم. الان یه تابلوهای هست از جنس چوب پنبه هست، میذاریم اینجا. شهرام عزیز که نیازمند هست یه نوشته ای مینویسه، دوستان من مشکل دارم به من کمک کنید، میذاره اینجا شماره تلفنش هم مینویسه فلان. دوستان دیگه که میان این کاغذ رو که ور میدارن هی به من نگن آی سوربی حالا این شهرام شما میشناسی، میشه شما باش تماس بگیری. نه عزیز من، من برای که بقالی کنم اون تابلو گذاشتم اونجا. حالا شهرام میدونه چرا من این چیزها رو میگم. شهرام من اولا هنوز که هنوزه از بس اینقدر تعارف میکنه من نمیدونم اجازه دارم نوشتش و چکاش و اینا رو نشون بدم یا نه. دوستان این تعارف رو کم کنید، تعارف رو اگه میتونید دور بریزید. ایشون به ما گفت، گفتیم والا شما در ایران هستی، اگه کسی هم بخواد کمک کنه این روزا تو ایران و اینا یکم مشکله اقلا به ایرانیا. گفت خب اگه میشه، گفتیم باشه. ما از آقای حسن ارشاد که قبلا هم لطف کرده بود کمک کرده بود کمک خواستیم. ایشون هم بنده خدا نوشته بود که آقا من هفته پیش تو برنامه‌م هم گفتم که تازه رفتم دادگاه ماجرای جریان آتش سوزی مغازم و اینها، حتی به شوخی نوشته بود که به دوستتون بگید وضع اون بهتر از منه. خب یه شوخی دیگه هم من فکر کردم اضافه میکنه، کسی که کمک میخواد برای چکای بد، به اینا میگن چک بد، شما وقتی یه چک بدی به یه نفر پس نشه یا نقد نشه اینجا بهش میگن باونس، مثل توپ که میزنی زمین برمیگرده، برمیگرده به طرف خوده. چک برگشتی هم میگفتن. وقتی به یه کسی میگی من چک برگشتی دارم،
حالا دیگه شما نمیتونی به آقای اکبری بگی آقای اکبری یه پولی میدی قرض من بهت چکم میدم، طرف میگه خب چکای قبلی که دادی که بد بود، چه فایده ای داره؟ در صورت با همه اینا آقای حسن ارشاد لطف کرد، گفت من وضعم الان اینجوری مشکل دارم، اگه مشکلاتم حل بشه کمک میکنم. تو همین زمان آقای شهرام خان عزیز از ایران آقا خبری شد، گفتم والا فرستادیم، من منتظریم. و شما فکر نکنید که فقط شهرام هست سربی و چقدر این سربی آدم پوفیوزیه که به دوستش حتی نمیخواد 2 دقیقه وقت بده. خب اون خانم زهره صفاییه، اون یکی خانم کی بود، روجینه فلانه، این 3-4 تایشی که ما گفتیم، چند هزار تاش میاد دروغیه، چند تاش میاد مجبوریم یه جوابی بدیم، چند تاش میاد میگیم ای بابا شما که اینجا هستی میتونی بری این کمک رو بگیری جواب میدیم، اونا بگذره و خودتون رو برای یه لحظه بذاری جای این سربی. 20,000 نفر حالا ما مثل اون سرابی اگه دروغ نگیم، شما میتونی بری نگاه کنی صفحه فیسبوک مردم تیوی رو نگاه کن، صفحه فیسبوک سربی رو نگاه کن، نمیدونم یوتیوب رو نگاه کن، این هایی که با ما مشترک هستن بیش از 20,000 نفره. خب این 20,000 نفر اگر من اینجا وایسم از صبح فقط اینا بگن سلام، منم بخوام بگم سلام، نگم حتی سلام علیکم ها که 2 برابر وقت بگیره، اون بگه سلام من بگم سلام، ببینید چقدر وقت میگیره. من به آقا شهرام گفتم آقا بهتره شما خودت مستقیم تماس بگیری، ایشون روی ایمیل روی برنامه‌هاش شماره تلفن و اینها هم هست، باهاش تماس بگیرم. ایشون دوباره برای من نوشت که آقا برنامه‌هاش باز نمیشه، شما میتونی شما نه عزیزم، نه عزیز دلم، من اگر میخواستم این کارا رو کنم باور کنی توی شرکتی شما اگه 8 ساعت بری همین کارا رو انجام بدی، اون وقتا بهت میگفتن سکرتری، منشی، حالا میگن آفیس اسیستنت، یه چیز اینجوری اسمشو بردن بالا که قشنگ بشه. آقا ما 4-5,000 دلار من میتونم کار کنم که فقط تلفن اینو بدم به اون که زنگ میزنه واسش کنم به این آفیس اکبری، شماره تلفن نمیدونم صافکاری رو میخواد، من نگاه کنم شماره تلفن صافکاری بگم، حالا اکبری میگه آقا من راننده خوبی ام، چطور صافکاری رو مثال میزنی، یکی اومده زده بهت، اب نداره. بگذریم، درود بر تو. بله سر پلش این شاه عبدالحمزه بود فکر کنم، شاه عبدالحمزی بهش میگفتن، یه خیلی ها اینجا مسجد بود، اون بغلش هم یه امامزاده بود سر پیچ، بله فروشگاه شهر روستا بود سر فلکه ستاد، شک کردم چون فروشگاه زنجیره کوروش گویا تو تهران بوده، یادمون رفته که اینا پاک میشه هرچی هم زور بزنیم یاد خاطرات گذشتمون باشه باز یاد میشه. درصد آقا شهرام برای شما فرستادم که آقای حسن ارشاد که امروز برنامه شماره 395مینش رو با وجودی که چندین برنامه هم به دلیل مشکلاتی همون مغازه‌شون که آتش گرفته بود چند هفته برنامه نداشتن، بعضی وقتا ماهای رمضان و محرم و سفر و اینها، هم به خاطر تولیدات فروشگاهشون هم به خاطر کارهای به اصطلاح فعالیت‌های سیاسی اجتماعی مذهبی که میکنن برنامه نداشتن، ولی با همه اینها رسیدن به 395 تا برنامه که برنامه 395 آخرین برنامه‌شون رو امروز بعد از برنامه من شاهد خواهید بود و این برنامه‌ها هر روز پخش میشه تا هفته آینده. و ما برگردیم دوباره سراغ شاهین 2000. بهتون گفتم که شاهین وقتی آمد با شور و هیجان و ما اون چیزایی رو که به نظر خودمون برای بهتر شدن برنامه میشد بهش گفتیم، ایشون هم لطف داشت انجام داد، برنامه‌شو برید الان نگاه کنید، خودش حتی میگه کیف کردم، ممنونم شاهین جان، آخرین برنامه دیدم مردم تیوی هم از اینجا اومد، لازم نیست اون کارا رو انجام بدی برای که بعدن یه زمانی ممکنه نخوای مردم تیوی باشه باید دوباره ادیتش کنی، حالا دوست داشتی یه جایی بگی یا اون زیر بنویسی لینک ما رو بذاری ازت ممنون میشم. در اصل اینو میخوام بگم که این بنده خدا بعد از چند روز کار سخت با ادیتینگ و عکس و اینها برنامه‌شو هنوز نتونسته مرتب کنه و امروز براش نوشتم آقا شما روزا رو قاطی کرده بودید، چون دیروز برای من نوشت آقا سوربی کجا هستی مگه برنامه نداری جمعه، نوشتم آقا قاطی کردی روزا رو، ما اینجا بالا خونه رو اجاره دادیم آب روغن قاطی کردیم، شما روزها رو قاطی کردی. از دوره کووید خیلی ها روزا رو قاطی کردن، دلیلش اینه که اون موقع سر کار میرفتن مثلا یادشون بوده جمعه ها لازم نیست کت شلوار بپوشن، کژوال دی بوده،
خیلی ها مثلا سه شنبه ها میرفتن پیتزا میخوردن، خیلی ها چهار شنبه ها میرفتن با دوستاشون فیلم نگاه میکردن. یعنی اینا نشونه بود، به غیر از یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، الان همه روزا یک نواخت شده، روزا رو اشتباه میکنن. خود من چهار شنبه رفتم بی بی سی رو نگاه کردم، اشتباهی تاریخش رو نوشته بود پنج شنبه، من فکر کردم پنج شنبه. بعد به یکی از دوستان تماس گرفتم، گفت نه آقا فردا پنج شنبه است. بعد سر همین ماجراهای تنفیذ و تحلیف، من تا امروز نمیدونستم دو تا مراسم هست، یکیش این تنفیذ، هر وقت میخوام بگم یادم به داروی نظافت میفته، تو حموما به واجبی میگفتن داروی نظافت، و اون تنفیذ یعنی چی؟ تنظیف یعنی، نمیدونم. خلاصه یه مراسم اینا گذاشتن به نام تنفیذ، چند روز پیش بود که خامنه ای اون نوشته یا حکم اینو داد دستش، و نگاه کنید اونو اگه کسی داشته باشه اون قسمت رو بفرسته، که خامنه ای از بس جونش رو دوست داره فوری هم اومد عقب، حتی دست نداد، که بعدم اون با آه و ناله گفت چه بد شد که نتونست دست اونم دیگه، حالا به این میگه امام، دست امام خامنه ای رو ببوسه و اینها. بعد من گفتم این که قرار بود 14 مرداد باشه و دیروز بود، بله 14 مرداد مراسم تحلیف بود. مراسم تحلیف هم اگه وقت داشتید برید نگاه کنید، این معمولیه که همه رئیس جمهورا، همه پادشاه و اینها یه افرادی براشون نوشته هاشون رو می نویسن، ولی اینا میرن میخونن، تمرین میکنن. بعد اگه دیده باشید مثلا ترامپ هم یه چند تا اشتباه کرد، نمیتونست بخونه چیزی که براش نوشته بوده، حالا یا اون میلر بوده یا هر کی بوده، نمیتونست. این ماجرا سر رئیسی هم اومد، چند تا جمله رو نمیتونست بخونه، چند تا کلمه رو نتونست به اصطلاح اونجوری که باید ادا کنه. ولی با همه اینها اگه یه کسی یه نوشته ای رو بنویسن به من بدن، من 10 بارم بخونم، بازم مشکل خواهم داشت. این نرماله، به چیزای نرمال گیر ندین. اینا انقدر چیزای غیر نرمال رو بد دارن که شما لازم نیست به چیزای نرمال گیر بدین. میگه آقای سوربی، دیشب محمود قربانی میگه اینترنت مجانی در ایران، یاد علی جوانمردی افتادم. نتایج ریاست جمهوری. ببینید این آقای قربانی، شما اگه نگاه کنی اینم یه آدم، اینجا بهش میگن اسپویل. اسپویل آدمایی هن که لوس میشن. مثلا ما چون تو آمریکا من 2/3 عمرمو خارج زندگی کردم، بیشتر از 2/3، خب ما اسپویل شدیم. اسپویل رو میشه بگید لوس شدن. بچه ای که مریض میشه چون پدر مادرش خیلی بهش میرسن، این اسپویل میشه، لوس میشه. فردام که حالش خوبه میخواد دیر بره مدرسه، فردام که حالش خوبه میخواد 6 تا آب نبات بخوره. محمود قربانی، من 2 بار باهاش مصاحبه کردم، برید نگاه کنید، پول ما رو خورده، و اون هم یه آدم اسپویله. یه بچه پولداری که بلند شده تو اون سالها به خاطر که تو ایران نتونسته بره دانشگاه و اینها، به اسم دانشگاه از ایران اومده بیرون، چی کار کرده اینجا و اینها بماند، بعدم که برگشته سوغاتش برای ایران کاباره بوده و پدرسوختگی، هیچ چیزی نیاورده که مثلا بگه من رفتم اونجا دیدم. میدونید الان تو آمریکا یه نوع آسفالت میسازن، تو سوئد و اینا یه آسفالتایی هست که زیرش بخاری برقیه، یه آسفالتی هست که از پلاستیک میسازن، به جایی که خب خود پلاستیک هم از این مواد به اصطلاح نفتی و فلان اینها درست میشه. اینا نبوده که بگی من رفتم اونجا یاد گرفتم اینو، پدر سوختگی رو یاد گرفت برگشت ایران، حالا کافه میامیر زد. برو همون مصاحبهاشو نگاه کن و راجع به یک نفر نمیگه این شخص کمک کرد به من یا به خوبی ازش یاد کنه. حتی اگه میخواد به خوبی ازش یاد کنه یه جوری نیشی بهش میزنه. همین علیرضا امیرقاسمی که حالا اون ناتنی پسر شهرام کی رو به اصطلاح وقتی معروف نبوده آورده باش مصاحبه کرده، 4 نفر بشناسنش و فلان اینا، همین قربانی فوشش میده. خلاصه آدمی نیست که شما بگید بر اساس صحبت‌های محمود قربانی سوربی آدم بدیه. اتفاقا هر کسی این بدیشو میگه یه کمی به اون شما اعتبار بدید. این از این. و این ماجرای اینترنت دوست عزیز، الان سال هاست که افرادی مثل ایلان ماسک
میخوان یه همچین کاری انجام بدن. حتی هفته پیش گفتن دیگه حالا یه ماهواره‌ای ساختیم، میدونید ماهواره وقتی میرن بالا یه طرف کره زمین رو میتونن کاور کنن یا پوشش بدن، و حتی اونم وقتی میچرخه مشکل دارن، بعض وقتا این میده به اون ماهواره، دوتاشون همه جا رو بپوشونن. این بود که تلویزیون ها میگه اگه تو اروپا هستی، تلویزیون ایرانی، اگه تو اروپا هستی نمیدونم با این عمودی با این موازی چی افقی فلان شماره هاشون فرق میکرد. الان میخوان یه ماهواره‌ای بسازن که وقتی میره اون بالا این به اصطلاح اینترنت رو به صورت یک حالا وب بگیم، یه تار بگیم، یه پوشش بگیم، همه کره زمین رو بپوشونه. صحبتش هست. حتی یه دوستی داشتیم گفت من دارم میرم که اون اینتر میخوان ماهواره رو بفرستن هوا، من میخوام برم به این، لازم تو بری تا روشن کنن بگن همین میرم میگه بمان. و یه روزی هم اجرا میشه، حالا اون روز کی باشه. اینا الان چون این مسئله صیانت اینترنت و اینا که اینم به نظر من یک اشتباه دیگه از طرف آخوندان. مصاحبه من برید توی صفحه ویدیو، یکی از دوستان لود کنه این ویدیوهای ما رو، شاهین اگه اینجا هستین این ویدیوهای ما، لینک یوتیوب اون قسمتی که ویدیوهامو نشون میده بذارید. یه ویدیو قبلی مال خودمه، ویدیو قبلترش مال آقای بهشتیه، دکتر پروفسور ابوالفضل بهشتی که پدرش معلم خمینی بوده، و این میگه که میدونید خیلی از روحانی ها نمیخواستن تو کار حکومتی یا دولتی باشن، چون میدونستن با دخالت تو کار دولتی روحانیت هم از بین میره، و میبینید امروز به اینجا رسیده. اونجا میگه که یه سمی رو گذاشتن توی کیک خوشمزه، توی کادوی خوشمزه دادن به ملاها، ملاها هم خوردن و به این روز افتادن. این صیانت اینترنتی هم همین میشه گفت میخه آخره که آخوندا به تابوت خودشون میزنن. و یه برنامه خیلی خوبی هست آقای بها ابهری برای من فرستاد، جدال، یا آقای علیزاده هست، نه مسیح علی نژاد، نه یا آقای علیزاده هست، یه کمی هم نروس کلن از حرف زدنش و اینها، اون بد نیست، شما هرچی نروستر باشی با شور و هیجان برنامه تو اجرا میکنی، ولی به مردم میگه 2,000-3,000 دلار بدین که یه نفر استخدام کنم اینجوری کنه. آقای علیزاده دیگه برای تصویر من بذارم کنار تصویر یه نفر، ببینید الان من اینو بهتون نشون میدم، این پلیه به اجازه بدین من ببینم کجا هستم که بتونم اینو بیارم. ما میخواستیم نمایش بدیم، بله میخواستم بهتون نشون بدم که یه عکسی رو نشون میدم، مثلا اونی که باش مصاحبه میکنم، بعد یه عکس خود منه، این دوتا رو بغل هم گذاشتن، دیگه نباید اینجوری باشه که یه عکسش اینجوریه، خود آقای علیزاده به این نزدیکیه، بعد یه آقای دور نشسته، یه آقای داره سقف رو نشون میده. اینا قبل از برنامه تماس بگیرید، بهشون بگید آقا ما فقط داریم سوراخ دماغتو میبینیم، یکم برو عقب‌تر، یکم بیا جلوتر، ولی خب کار داره. و کسی که ایشون تازه شروع کرده نسبتا، فکر کنم از تا پارسال و اینا بی بی سی بود، کجا بود برنامه‌هاشو میداد، بعد تصمیم گرفت مستقل باشه، کارش خیلی خوبه، تحقیق میکنه، سواد این کارو داره، ولی متاسفانه کیفیت برنامه‌اش رو من دوست نداشتم. مثلا 2 ساعت برنامه رو آقای بها ابهری فرستاده، گفتم آقا این 5 دقیقه 4 دقیقه اولش 5 مرتبه میگه این برنامه خوبیه، برنامه خوبیه، شاهین برو اونم نگاه کن، تو برنامه‌ات از برنامه خودت خیلی تعریف نکن. گفتی چی؟ گفتی کف کردم عجب برنامه شد، ولی خیلی قشنگ شده اون بک‌گراند پشتت به اصطلاح. ضمناً امروز ما تو کتابخونه واشنگتن هستیم، باورتون میشه من نزدیک به 40 سال اینجا هستم، هنوز داخل کتابخونه نرفتم. مسافرها که میان، دوستامون که میان، میبرمشون پیادهشون میکنم، برید تماشا کنید، من اون بیرون وای میسم. کتابخونه مجلس آمریکا یکی از جاهای دیدنی هست که تا قبل از اینکه یه تروریست احمق بیاد بزنه کپیتال و مبتال و اینا رو خراب کنه، اگه تونستید برید ببینید تا قبل از اینکه ممنوعش کنه. من کانوس داد نه ادا، من اصلا نمیفهم این یکی چیه، مثلا میخوام اینو عوض کنم نمیذاره، بعد میگه که کانوس، کانوس معمولا برزنت و صفحه اینا رو میگه، میگه داز نات الاو دراوینگ، دراینگ یعنی نقاشی کردن، یه چیزی رو کشیدن. حالا ما با کنوس و اینا چی کار داشتیم؟ ما میگیم اوکی
امیدواریم صفحه‌مون خراب نشد. نگاه کن دوستان، بذارید من اینو بیارم، اینو اگه بها ابهری وقت نگاه کنه ببین آقا من میام این عکس رو نشون میدم. مثلا فکر کنید این شخصی که من دارم باهاش مصاحبه میکنم، بعد میخوام دوتامونو کنار هم نشون بدم. خب ببینید همه اینا هست، این روزام خیلی ارزونه، بعد اگه نداره بخر از ما بده بهش. ببین این $1,000 پروگرامه، ولی من به دوستان ایرانی حتی $250 هم فروختم، چون وقتی که این نمایندگی رو گرفتم به من 5 تاشو دادن. آمریکایی‌ها که چپ و راست می‌خرن تشکرم می‌کنن، ایرانی‌ها نمی‌خرن، وقتی هم می‌خرن یه دو ماه باید یادشون بدی. ببین آقای بها ابهری، خب این گذاشتن کنار هم، بعد چند نوع مختلفم میگه، میگه می‌خوای اینجوری 3D بذاری کنار هم، اسپلیت ورتیکال، نگاه کن نصف من نصف اون، یه چیز دیگه هم داره، همه اینا رو اسپلیت تریپل، میگه حتی دو تا اینجا هستید یکی دیگر هم بیارید اون پایین، 4 تایی 5 تایی دیدید دیگه تو تلویزیون‌های مختلف. اینا عزیز من یه آدمایی هستن که چون یه جایی شروع کردن، کسای دیگه براشون کار کردن، بعدن نرفتن یاد بگیرن. شما یادته وقتی من تو تلویزیون رنگارنگ بودم 14 نفر، نه ببخشید تو تلویزیون فیرفاکس پابلیک اکسس، 14 نفر، 3 تا دوربینچی داشتیم، 1 کارگردان داشتیم، 2-3 تا کارگردان داخل داشتیم، 2-3 نفر CG کامپیوتر گرافیک داشتیم، اینا 14 نفر. بعد که اومدیم تلویزیون ایرانی رنگارنگ شد 6-7 نفر که دوربین یکی بیشتر نبود، یه دوربین گذاشته بودن اونجا، یه دوربین هم بعضی وقتا بالا بود برای فرش بروشی. اینا نخواستن یاد بگیرن، بهشون بگو که آقا خب با دیگران تماس بگیر یاد بگیر و بهتر میشه. در اصل برنامه این آقای علیزاده رو برید ببینید، یه برنامه بسیار خوب، یادم نرفته آقا کرده، وقتی میزنم تو جاده خاکی هر کاری دارم انجام میدم، چون معمولا وقتی کسی میزنه تو جاده خاکی یه کاری داره، حالا یا شماره 1 یا شماره 2 یا 1 و 2 1 و 2 با هم میشه 3 یا هر کاری دیگه، هر خاکی دیگه تو سرش میریزه، بعد که میاد تو جاده آسفالت باز یادش باشه از کدوم بر بره. برای شما می اتفاق افتاده، داری مثلا 95 شمال رو میری، بعد میخوای بری ساندویچ بخوری، حالا که ساندویچ خوردی سیرت هم شده، میای نمیدونی حالا 95 شمال از کدوم طرفه، اشتباهی جنوب میری، یه دو تا که میری بعد میگه اینجا که من نیم ساعت پیش ردش کردم، دور میزنی برمیگردی. در اصل برگشتم راجع به این سیانت اینترنتی، اصلا کار دولت، البته دولت آمریکا و دولت اروپا و کشورهای دیگه هم دارن تلاش میکنن که این کار رو انجام بدن، کنترل کنن اینها، ولی نیروهای مردمی و قانونهای خوب فعلا نذاشته این کنترل. ببینید کنترل بد نیست، ولی سانسور و فیلترینگ و اینها بد میشه. برنامه جدال آقای علیزاده رو حتما ببینید. میگه اینترنت مثل تلویزیون ماهواره نیست که یک طرفه باشه، اینترنت دو طرفه است و خیلی مشکله به این صورتی که اینا میگن. آها اینم خب یه موضوع دیگه است، میگه اون تلویزیون فقط پخش میکنه و شما فقط میگیری، اینترنت اینتراکت دارن با هم، یعنی این میفرسه این برمیگردونه، مثل پینگ پونگ. و اگه نگاه کنید وقتی میخوان اینترنتتون رو چک کنید میگه پینگ، یعنی همون شما پینگ میفرسی اونا به تو پینگ میفرسن، پینگ پونگ پینگ پینگ. اینم یه موضوعی که من دقت نکردم و ایشون درست میگه. من آقای زمانیان از شما و دیگران خواهش میکنم وقتی یه چیزی رو مینویسین بر اساس تأخیری که در پخش هست، حتی پخش مستقیم، بر اساس تأخیری که من دارم تا این موضوع رو ببینم تلگرافی ننویسین. باور کنید ما از شما کلمه ای اینجا پول نمیگیریم. شما نوشتید که نتایج دیاست جمهوری، ریاست منظورتون بوده، چی، چرا، کجا، جملتون چی، جمله رو کامل بنویس عزیز برادر. خب آقای صبری از یک روزنامه فروش پرسیدم روز چند تا روزنامه میفروشی، گفت روزی 10 عدد. پس چرا این همه چاپ میشه؟ آیا آمریکا هم دیگه کسی روزنامه نمیخونه؟ بسیار سوال خوبیه. همون قدیما هم من یادم یه دوستی داشتیم آقای حاجی نیلوفر، حاجی توکلی بود، چون اسم فروشگاهش نیلوفر بود میگفتن حاجی نیلوفر. اینم روزنامه و اینا می آوردن، بعد می اومدن سهمیه میداد صبح، مثلا 50 تا اطلاعات، 50 تا کیهان اینا، فردا که میمد 50 تا جدید بده، من میگم 45 تا مونده بود باز میبرد. این همیشه بوده و هست و به همین خاطرم بعد روزنامه‌های کهنه رو میبرن خمیر میکنن اینها،
و مورد دیگرش بله روزنامه خوندن داره از بین میره، ولی خیلی ها هستن مثل من که هنوز دوست دارم کاغذ دستم باشه، قلم تو جیبم باشه وقتی برنامه دارم، و دیدم مثلا شاهین میگه که من همینجوری که میرم هی برنامه ها رو میذارم تو تبلت و بعدن چی میکنم، خود منم دارم رانندگی میکنم یه موضوعی رو رادیو میگه زنگ میزنم به خودم که نخوام تکس بفرستم چون گوشی دارم اینجوری اینها، برای خودم پیام میفرستم که درباره اینم بگو درباره اونم بگو، این اوکیه، ولی هنوز 100% نرفتم از کاغذ بیرون و همه چیز رو واگذار کنم به کامپیوتر. خوندن، شنیدن، الان روزنامه ها رو شما میتونی گوش بدی، وقتی میبینی اون وقتا اونایی که چشمشون ایراد داشت، اون آقای جلیل مرتضوی بود، آقای سفر دادور بود برای اینایی که نابینا هستن، یه دستگاهی بود، الان همه کامپیوترها داره، شما میذاری میخونه براتون، یه چیزی رو اینجوری هایلایت میکنین اون براتون میخونه. اینه که هرچی اینا بیشتر پیش میره استفاده روزنامه کمتر میشه و هیچ اشکالی هم نداره، همه چیز در طی زمان عوض شده، همون جوری که از درشکه امروز رسیدیم به ماشین و از ماشین الان دنبال ماشینای پرنده هستیم که از قدیم توی کارتونا دیده بودیم و آرزوشو داشتیم، بهش هم میرسیم. حالا دیگه از این به بعد چند تا از اینا بخورن به هم دیگه تقی بیافتن رو سرمون، مجبور میشن تور بکشن بالای سر خیابونا و شهرها که هر کی افتاد تو اون توره گیر بیفته تا شب بیارنش پایین، نمیدونه. خلاصه گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است. یه برنامه ای داشت این آقای بیژن سفسری، اونم پول ما رو خورد و رفت، و حالا یکی میگه آقا تام شدی محمود قربانی و همه پول تو خوردن رفتن، محمود قربانی دروغ میگه، من راستشو میگم، تفاوت اون اینه. این بیژن سفسری یه برنامه داشت به نام دو قدم مانده به صبح یا دو یه هم چیزی، و حالا این شعره رو که یه نفر برای من فرستاده بود، گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است، یاد اون افتادم. و اما حتما شما هم شنیدید که ویندوی 11 احتمالاً، اولا خیلی از شماها دیگه کامپیوتر به صورت پی سی پرسونال کامپیوتر نداری، به صورت دسکتاپ رومیزی نداری، یا لپتاپ دارین یا یه قدم هم از اون رفتین جلوتر و دیگه خودتون را از شر ویندوز راحت کردین و رفتین سراغ تبلت و اپل و اینها، که اونها هم با وجودی که لپتاپ هست و چیز هست ولی سیستمش مکه، مکنتاش یا اپل و اینها، ولی اونایی که مثل من هنوز اسیر ویندوز 7 و ویندوز 10 هستین، ویندوز 11 ویندوز هست، ویندوز 11 هی تبلیغ میکنه که میتونید مجانی اپگرید کنید. قبل از اینکه این کار را انجام بدید، ما بارها به این دوستمون سعید گفتیم که آقا بیا یه برنامه بذار هفته ربع ساعت یه چیزی، تو که از صبح تا شب با مشکلات کامپیوترها تو مدارس کالیفرنیا سر کله نمیزنی، هر کدوم از اینا رو بنویس یه هفته بیا در موردش صحبت کن. دو نفر بودن توی تلویزیونی که آقای چیز داشت، این شیرازی مظهری بود مظاهری بود کی بود، میگه خودم صورت خودم صبح جراحی میکنم، اونم یه همه ما دیوونه هستیم، اگه دیوونه نباشی نمیای بشینی مجانی وقت بذاری، مجانی فوش بخوری، تهمت بهت بزنن. همین شاهین بیچاره از صبح تا شب داره میدوه به دنبال مغازه پیتزا فروشی و تنور پیتزا رو درست کنه، اینا با سرعت تا میاد خونه به جایی که بره با بچه‌ها بازی کنه، به همسرش یه خوش چی میگن خوشمگو خوشبگو یا هم چیزی، میشینه کامپیوتر. حالا چه حاصلی داره؟ تازه حالا امیدش اینه که مثلا ویورهاش زیاد بشن، از خودش نمیپرسه آقا ویورام زیاد شدن، شد چقدر، شد مثلا قد سربی 2500 نفر روی یوتیوب مشترکن، 1000 تا بیننده داریم از این هفته تا اون هفته، خب چی که چی شدی مثل آقای سرابی، برو نگاهی محمود سرابی بیچاره بکن، شما کوتشلوارای ماها رو مسخره میکنی، برو کوتشلوارای اینو نگاه کن، رنگ کت و رنگ پیرن و اینا اصلا مال قرن 16 کی بودن این کینگای انگلستان، اینا شکلمون خوشو بش. بله خیلی ممنون. به جایی که وقتی میاد خونه با همسرش با بچه‌هاش خوشو بش کنه، فوری میده به سراغ کامپیوتر، چیزایی که دم سر کار گذاشته روی تبلت بیاد اونجا تبدیل کنه و فلان. نه. به این آمریکایی‌ها میگن پشن، پشن از عشق بالاتره، عشق و علاقه، این پشن
مجموع این دوتا. در صورت اینم از و اما یه پوشه ای رو اینجا نوشتم، پوشه حیوانات رو نشون بده. بعد ماجرای ترامپ و کودتا، خیلی ها میگن آقا ترامپ الان چند ماه رفته، چرا بعضی از رادیو تلویزیون ها ول نمیکنن هنوز راجع بهش صحبت میکنن؟ ترامپ رفت، مثل یه کسی که میاد یه گندکاری میکنه، بو گندش میمونه تا مدت ها تا شما واقعا اونجا رو تمیز کنی و بگذره و آفتاب بزنه خوش بشه و اینها. ترامپ درست مثل این بود، مثل مدفوعی که روی چمن آمریکا درست شد خرابش کرده، حالا شما داری راه میری پاد میخوره داخلش بو میگیره و فلان بیسار اینا، تا کی تمیز بشه؟ کودتایی که میخواسته انجام بده الان یکی یکی صفحاتش داره باز میشه، از اون ور التماس داره میکنه ترامپ. دوستان این کلمه ای رو که میگم التماس، بیگ، اینایی که گدا هستن تو خیابون بهشون میگن بگر، یعنی کسی که التماس میکنه به شما که یه دلارش بدی. ترامپ بگز، یعنی التماس کرده به قاضی فدرال که پرونده های مالیاتیشو نده مجلس. آقا یکی بگه حرومزاده، تو که از روزی که چی بود هی میگفتی من پرونده ها رو میدم، بعد یکی یکی دلیل آوردی 4 سال ندادی. دلیلی که این 4 سال دوم میخواست رئیس جمهور بشه این بود که این شکایت ها، این دادگاه ها و اینا عقب بیفته. حالا اینا هم دارن فسفس میکنن، به نظر من باز زودتر برن ترتیبشو بدن. میگه آقای سوربی فالوور هام زیاد شده. اینی که بعضیا اول برنامه میگن شما تا این برنامه رو ندیدین بیا لایک و بزن و سابسکرایب کنه، اینا به نظر من اشتباهه. حالا ما هم خودمون از اول برنامه گذاشتیم، ولی اینا 8 تا برنامه اگه نگاه کنید، من الان یکی یکی بهتون نشون میدم، شما هم بشمارید ببینید. این یکی فقط مردم تیوی دات کام نشون میده، این دومی هیچی، عکس خود منه، این یکی نه ببخشید بالا رو باید نشون بده، اینه، هیچ چیزی نیست فقط منم، درسته؟ این یکی مینسه سوربی با مردم از تلویزیون این، بعد این یکی مردم تیوی دات کام رو مینسه، این یکی مینسه در تلویزیون مردم، همه میتونن برنامه داشته باشن. این شماره 6 شماره تلفنمون هست، شماره 7 تاریخ و اطلاعات به انگلیسی و فارسی میگه، بعد این شماره 8 میگه ایمیلمون چیه، شماره 7 شماره 8 رو یکم نگاه کنید دوستان. خوب شد که یادم اومد بیام روشنش کنم، روشن نبود، حالا روشن شد. نگاه کنید، این میگه سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، اگه دوست داشتی اینجوری بزن فلان. ولی بعضی از ویدیوها هنوز نگفته بسم الله، میگه شما به ما لایک رو بزن. خب آخه زن حسابی، مرد حسابی، من روز برنامه تو رو ندیدم چه چیزی رو لایک کنم؟ مثل وبسایت ها تا میری توش بعضی هاش میگه نظرت راجع به این چیه؟ آقا من تازه اومدم، بذار خریدم رو بکنم، بعدا میگم که وبسایتتون مثلا دوستانه هست یا نیست، فرندلی یوزر هست یا نیست، آدمای سنای مختلف میتونن خوب از استفاده کنن یا نه. خلاصه داریم میرسیم به یه مرحله دیوانگی. میگه آقا شاهین حرفه‌ای شده و برنامه‌های قشنگی داره. خیلی ممنون، خوشحالم که من هم این رو دریافتم. اولین روزی که من یه ویدیویی از ایشون، حالا نمیدونم خودش فرستاده بود، از دوستان به من رسید، باهاش تماس گرفتم و بعد دیدیم که شد نور علی نور، دیدیم که بابا ما با فامیلای ایشون انقدر دوستیم که مثل فامیل هستیم، همکار هستیم و اینها، و از اون روستا هم داریم با هم کار میکنیم. خب بریم آگهه اندی رو ببینیم و برگردیم. اندی انسان بسیار خوبی هست، اجازه بدیم من ببینم میتونم آگهی اندی رو بیارم اینجا. حالا اینقدر ما از اون آقای علیزاده ایراد گرفتیم، خودمون یه وقت به مشکل بر نخوریم، بیایم اینجا. اندی 2-3 آگهی درست کرده برای سپتامبر 19 یا 19 سپتامبر. بذارید اینو که خودش میاد صحبت میکنه اینجا براتون بذارم، ببینم پلی میکنه یا نه. حالا چرا پلی نمیکنه؟ بعضی وقتا اینا فرمتاشون گوناگونه، مختلفه با اون چیزی که ما داریم. آدیو دیوایس نو ساوند، بذارید من بگم که نه آقا میخوایم ساوند باشه، و اینه پلیر 4، اینو باید میآوردم میذاشتم جزء سیستممون. بله صدا نداره، نه آره داره توضیح میده که کجا این چیش هست، کنسرتش هست، یه جایی هست به نام ستار لایت. ستار یعنی ستاره، لایت یعنی چراغ، بولم یعنی همین معنی کاسه رو میده.
و هم جای بزرگ برای مثلا سوپر بال و اینا، اونم بهش میگن سوپر بول، یعنی بازی خیلی بزرگ و اینها. و حسن این اینه که اونایی که الان از کنسرت ها و اینا ممکنه وحشت کنن نرن چون داخل هستن 3-4 هزار نفر میخوان اونجا نفس بکشن، این میگه که بیرون هست، در فضای آزاد و بیرون هست. اجازه بدین من به این طریق نشونتون بدم یک کنسرت دیگرش رو یا همینو. ببینید وقتی اونجوری کار نکرد، سلام، ببینید من میارمش رو کامپیوتر خودم، حالا صفحه کامپیوتر خودم رو بهتون نشون میدم. اینا رو آقای ابهری، اون دوست ما آقای علیزاده، باید به مرور زمان، همین که کارش گیر کرد یه نفر بهش گفت آقا بله کامرای دو رو حالا ما نشون میدیم اینجوری، بسیار عالی، این رو هم بزرگترش میکنیم، همه اینا رو ببینید با یک ماوس و با یک اینجا. البته من دو تا کامپیوتر دارم، 4 تا مانیتور. بفرمایید اینجا کامرای دو، بریم با هم بشنویم صدای اندی حرف خودش رو درباره این کنسرت و برگردیم. سلام به تمام هموطنان عزیزم، من در استاردنگ هم هستم، یک شنبه 19 سپتامبر اینجا کنسرت داریم، این اولین کنسرت ایرانی در اینجاست، درست بغل کستوی که ما خاطرهای خیلی خوب ازش داریم. اینجا اسمش از ستارلایت بول توی بربنگ، توی کوه‌های قشنگ بربنگه و 4500 نفر جا داره، 1000 نفر میتونن اینجا برقصن. درست پشت من دنس فلور، این اولین جاییه در لس آنجلس که دنس فلور داره، یعنی بغل استیج. 1.5 سال پارتی نکردیم، میخوایم تلافیشو در بیاریم. یک شنبه 19 سپتامبر در کنار شما هستم، بزرگترین اورکستری که در لس آنجلس ما داشتیم با گروه رقص اینجا برگزار میکنیم، چون ما خودمونم دلمون میخواد شما را از نزدیک ببینیم. بسیار عالی، اگر هستید اینجا حتما، یعنی اگر کالیفرنیا هستید حتما 19 سپتامبر روز یک شنبه هم گویا باشه چیز کنید، مارک کنید، و اینجا میگنش پن داون، یعنی با خودکارت بذار، مارک بذار، علامت بذار. خیلی ممنون دوستان عزیز، من میخواستم امروز اصلا برنامه رو زودتر شروع کردم که براتون عکس نشون بدم و اینها. خب تنفیذ رو گفتیم، تحلیف رو گفتیم، به نظر من هر دوتاش یه برنامه تحقیری بود برای این مردکی که حالا دلش خوش رئیس جمهور شده رئیسی، و اونم چجوری با چی میگن با اینا که باد میکنن چی بهشون میگن، با غرور اومد و اینو داد دستش و بعدم رفت و اینها. خیلی هم اونجا نبودن، خاتمی نبود، احمدی نژاد نبود، برادران لاجوردی هم کی اینا نبودن. و اینجا نوشتم بله ایشون خیلی نگران بود که دست طرف رو ماچ نکرده و هیچ صحبتی از کووید 19 یا کرونا انجام نداد. ولی جالبه دوستان که میگفتن 80 تا کشور اومدن یا نمایندهشون رو فرستادن. من درست یاد جشنای 2500 ساله افتادم وقتی که میگفت، البته اونم نمیدونم معاون وزیر نمیدونم نقاشی رو فرستاده، اون یکی معاون فلان رو فرستاده. اگه یادتون باشه توی جشنای 2500 ساله این کی بود، پوتوله سیاهی بود مال اتیوپی بود، کی بود فکر کنم، این تنها پادشاهی بود که شرکت کرده بود، باقیش یه مشت گدا گشنه بودن که همشون از شاه پول گرفته بودن و یه مشتی بودن که اومده بودن پول بگیرن. و واقعا خاک بر سر شاهی که مردم رو ول کنه، 30 میلیون مردم رو فراموش کنه، بچسبه به 1000 نفر 2000 نفر که میخوان بیان اونجا، بعد تو پوز دروغی بدی که وضع ما اینجوره. اونایی که شیراز و استان فارس هستن میدونن در تخت جمشید که این نمایش افتضاح برگزار شد، کنار شمس‌آباد و استخر و اون یه چیز دیگه هم از تاووسیه میگن چی میگن، اونا اون خبرنگار فرانسوی رفت و گندش رو بالا آورد که چه وضع افتضاحی مردم داشتن. خب حالا از شاه و شیخ و تنظیف تنفیز و تحلیف و تحقیر بیایم بیرون، بریم توی عکس انیما،
یا حیوانات ببینم اینجا هستش یا نیستش. حالا اگه اونم نباشه یه عکس دیگه بهتون نشون میدیم، سرتون رو گرم کنیم. روز جمعه هست، بله پیداش کردم. اینه، بذارید ببینم اینجوری من میتونم نشونتون بدم یا بیارمتون تو صفحه زیبای خودم. اینه، این یک لحظه اینجوری کپچر 16 به 9 کنم براتون اینجوری. بله این عکس ها رو من باید به اصطلاح کامرای دو باید می آوردم و میذاشتم آماده، ولی امروز قبل از برنامه کانون آوا یه دفعه برق رفت و سیستم ما کلن رفت روی باتری. دوستانی که خیلی احتیاج داریم به کارتون برای برنامه و زنده و این، بله حیل سلاسی آقای کردار میگه حیل سلاسی بود. من واقعا فکر کنم بزرگترین تیشه به ریشه حکومت سلطنتی پهلوی همین جشن 2500 ساله بود. اولا با اون ماجراهای فراموش کردن 10000 سال، 7000 سال، 5000 سال قدمت حالا یا حکومت یا پادشاهی ایران و دوستان کلیمی کلک زدن به شاه و 2500 سال رو بهش غالب کردن. اون 2500 سال هم این ور 1350 بود، اون ور 2535 بود. هیچ تو که داری میگه 2500، اینم 1500 چه میدونم چی بود که صاف باشه، مستقیم باشه. خاک بر سرها خراب کردن رفتن. این دوستان یه خفاشی رو نشون میده که آویزون شده از به اصطلاح ناودون. ناودونای آمریکا اینجوریه و ببینید که چه قشنگ مثل آخوندا یه چیزی هم گرفته رو خودش، چی میگن، یک پوششی. اینم لیزرد یا تو شیراز به این کوچولوهاش میگفتن کله پک، چون کله شون به نسبت بدنشون بزرگه. مارمولک میگفتن، ولی اینجا خیلی بزرگن و ما به اشتباه بهمون یاد داده بودن که اینا سم رو میبره میده به مار. ما میزدیم این بدبختار رو با دمپایی با کفشک چپ و راست نفله میکردیم. اینم یه عنکبوته، ببینید چقدر بزرگه، طرف عکس گرفته و این عنکبوت ها بعضی هاشون وقتی بزنن بیچاره میکنن. اینم یه ماره که من نمیدونم چیو داره میبلعه. این مارا دوستان بعضی وقتا آهوی زنده رو یه لقمه‌ای قبول میکنن. این خیلی عکس قشنگه، من نمیدونم این کسی فتوشاپ کرده یا واقعا این چه اسم اینا یادم رفته، کانگروها اینجوری بدنش ماهیچه‌ای. و این منو یاد چارلز برانسون میندازه، چارلز برانسون اینجوری بود بدنش. در هر صورت بعضی عکس ها خیلی جالبه. اینا هم دیوونایی هستن که با قایق کرایه میکنن، پول میدن، گوشت میخرن، میبرن برای این کروکودایل یا تمساح، الیگیتور، اینا چندین نوع مختلفن، من نمیتونم از هم تشخیص بدم، برای اینا گوشت میدن و اینا وقت میان بالا بعضی وقتا حتی به خود اینا حمله میکنن و فیلمای زیادی هست. این یکی هم که والا من نمیدونم این چیه، اون وقتا میگفتن گراس هاپر، یعنی چیزایی که روی گراس میپرن این ور اون ور، ولی به نظر میرسه یه نوع ملخه، ولی عجب بزرگ و جون داره. این عکس هم تارنکبوت های مختلف رو نشون میده که چجوری دور به اصطلاح جاهای مختلف میبندن. اون داستانی که اصحاب کهف و نمیدونم پیغمبر و معجزه، ببینید خب اینم میشه یه معجزه باشه. این یه نیمکت نیمکت نه یک کت و نیمکته، یا یک میز و صندلی مثل مثلا تو پارک، اصلا تمامش رو عنکبوت گرفته، تمام اینجا دوستان عنکبوت گرفته، تمام اینجا رو عنکبوت گرفته. ولی وقتی مردم آگاهی نداشته باشن، هر کسی هر بی سوادی میتونه بیاد بگه این معجزه بوده. خب اونم میگه خونه قدیمی ما پر از کله پک بود، روی دیوارهای شیراز مگه میشه بدون کله پک زندگی کرد، همشون بودن. بعد بعضی هاشون چقدر قشنگ بودن بیچاره، اصلا رگ و موی رگ و ایناشون رو میتونستی ببینی. بذارید من این تصویره رو کوچیک‌تر کنم. بله اینم از این، اینم از این، و عکسای زیادی هست. اینم یه عکس دیگه که روی این مار ببینید چند تا قورباغه رفته، نگاه کنید دوستان، این یه ماره و
یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهاردهش هم اینجا وایستادن سر ایستگاه سوار بشن. و من دیدم به چشم خودم مارایی دیدم طرفای یک معدن سنگ توی لورتون ویرجینیا. دوستان واقعا کلوفتیش از 10 سانتی متر و 15 سانتی متر بیشتر بود، طولش از چند متر بیشتر بود و حتی کامیون اگه میرفت روش با چرخ کامیون این کامیونه ممکن بود از جاده بره بیرون، یعنی اینقدر این بزرگ بود، مثل تخت سنگ بود. اینم یه حیوان دیگه است که من نمیدونم چیه. میدونید بعضی حیوانا وقتی یه خطری براشون پیش میاد خودشونو باد میکنن، این باد کردن و بزرگ نشون دادن اون به اصطلاح طرف مقابل رو میترسونه. میگن اگر شما با خرس قهوه‌ای روبرو شدید، یادم نیست خرس دو رقم خرسه، یک قهوه‌ای یک سیاه، میگن یکیش باید خودتو بزرگ کنی و صداهای عجیب غریب در بیاری تا اون بترسه بره، یکیش باید فوری فرار کنی چون اون میفهمه بلده، حالا کدومش نمیدونم برید تحقیق کنی. این چیه؟ حلزون میگفتیم به اینا یا همون حجامت زالو؟ این انقدر خون خورده این رنگی شده یا واقعا این رنگ؟ ببخشید خیلی سریع رفتیم. در صورت اینا هم حیواناتی هستن که هستن. نگاه کنید این پمپ بنزینای اینجا یا اروپا، این پایینش نگاه کنید یک کله ماره. حالا مثلا مینی این موتور اینا چون گرمه و صدا میده این رفته اونجا حالا اومده بیرون. این هم بالا من نمیدونم، این دیگه از هشت پا و اختاپوس بیشتر پا داره، چی بهش بگیم نمیدونم. این هم باز ماره توی کفش. کفش و اینا رو دوست دارن به خاطر همین که یه جای کوزیه، یه جای بسه است، شاید هم بوی گند پای ما رو دوست داره. اینم عنکبوتی هست که داره عنکبوت میبافه. یاد این زنای ایرانی که چی میبافتن، ولی اون بنده خدا چقدر زحمت میکشن. اینم حتما زحمت میکشه و به چه مهارتی اینو درست میکنه. اینم ببینید ماره ها دوستان، اینجا این یه از این سبدای هست درش بسته میشه، این میوه و چیپس و اینا گذاشتن درشو بستن، حالا که واز کردن توی اون شیار این یه ماره. و این نمیدونم چیه، آها این تگرگه گذاشته بغل توپ بیلیارد که شما اندازه‌شو بفهمید، چون بعض وقتا تو اخبار میگه قد یه پینگ پونگ بال، بعض وقتا میگه قد یه بیسبال، بعض وقتا میگه قد یه بیلیارد. این بیلیارد دیگه میدونید این واقعا یکی از این توپا تو دست جا میگیره، اگه بخواید دو تاشو نگه دارید به سختی جا میگیره، مگه اینکه دست شما مثل ما کارگرها بزرگ باشه. و اما اینم مار از سقف، از چراغ، مثلا مینی از خونه طبقه بالا اومده یا حتی از خونه خودشون مثلا از دستشویی اینا رفته بالا از تو سقف اومده. پشت دیوارای آمریکا خالیه، چیزی نیست. و اینم ببینید چه مار قشنگ اینجوری چند پاتمه میگفتن چی میگفتن زده و خودش رو اینجا. خیلی از توالتای آمریکا هست که از مثلا تو آپارتمان ها طرف مار نگه میداره، اینا را میفته میره توی آپارتمان دیگه و میاد بیرون. یادش بخیر این دکتر نجابت یه چیزی رو به ما تو هنرستان یاد داد به نام سیفون، که اینجا سیفون بهش میگن، نه اونی که میکشی. حقیقتا سیفون اون قسمتی که زیر توالته. و اگه نگاه کنید از خودتون سوال کنید همیشه چرا آب وایساده اینجا، اگه این آب رو شما خالی کنید میشه توالت، توالت ایرانی که بوی گند اون محصولاتی که قبلا درست کردید اون پایینه میاد بالا، ولی همین قسمت آبی که با یک زانو اونجا وایساده باعث میشه این بو اینجا نیاد. و یه لوله دیگه ای پشتش هست که بو رو میبره بالا، پشت بون میره بالا. و این سیستم توالت فرنگی به نظر من سیستم بسیار جالبیه. تو ایران هم شنیدم هم تو فیلم ها دیدم که توالت فرنگی زیاد شده. اینم یه عنکبوت باز روی مایکروویو هست و اینم نوشته dead whale. آها این whale نهنگه، میگه on the brink of exploding. همینجوری که آدم ها که توی دریا و اینا میمونن باد میکنن، این من فکر کردم خودشو بزرگ کرده که مردم به ترسونه، یعنی دشمنشو به ترسونه. میگه نه این یک نهنگ مرده است که اینجوری، اینجا چی هم بهش میگن وقتی چند روز میمونه، این حالا بعد منفجر میشه. اینم ببینید سیستم طبیعته،
چون کسی نیست حالا بیاد اینه تیک تیکه کنه، این منفجر میشه، میشه خوراک دیگران، اونا میخورن تا که حالا بعدن اونا هم منفجر بشن به یک نوعی. اینم عکس اینایی بود که من در طی هفته گذشته و اینها جمع آوری کردم برای شما. شما هم اگه عکسی دارید حالا دیگه هم برای ما بفرستید هم برای شاهین بفرستید تا توی برنامه‌هاش ازش استفاده کنه. دوستان تلویزیون مردم رو حمایت کنید، یعنی اگر دیدید به زودی سوربی دیگه نیومد برنامه اجرا کنه، اینه که ازتون غر کرده. و حقیقتا میگم یه دوستی لطف کرده بود $200 فرستاده بود، یه دوست دیگه چند مدت پیش $100 فرستاده بود و اینها، ولی اینجوری لازم هست ولی کافی نیست. اونایی که بیان مثلا خودشون رو متعهد کنن، مای $10، مای $20، مای $15، مای $30، مای $50 اونا بدن، اونا بهتره، چون آدم میتونه رو اون پول حساب کنه. دیدید اینایی که کارمند دولت میشدن، میگه آقا من کارمند دولت میشم یک آب باریکی میاد ولی نمیخوام بیزینس داشته باشم، یه روز شب عید اینقدر فروش کنم بعد نمیدونم ماه رمضون مجبور بشم ببندم اعصابم خرد بشه و اینا. ما هم یه جورایی کارمند دولت بودیم و همین به آب باریک به اصطلاح بیشتر آب باریک رو بیشتر دوست داریم تا اینکه یه پول گزافی بیاد دستمون. ولی اگر دوستان اونایی که تو آلمان و اروپا و نمیدونم کشورهایی هستن که پیپل بلدن کمک نکنن، اونایی هم که ایرانن بگن خب ما نداریم نه میتونیم کمک کنیم، خب یه جورایی ما بی خود نشستیم اینجا. بله عشق هست، علاقه هست، ولی اینجوری هم بهتر میشه. که همین آقای علیزاده رو دیدم گفت توی ایران حساب باز کرده، فوری نمیدونم چند میلیون تومن براش ریختن و گفت حتی یه نفر ده هزار تومن گویا از یه دلار کمتره، یه دلار 25,000 تومنه و از اونم تشکر کرد. و واقعا همینه، ما بارها گفتیم اونی که یه دلار میده شاید بیشتر پولش رو داده باشه. یه دفعه برای شاهین تعریف کردم که اونی که میگه من اگه برنده شدم بعدم بهت کمک میکنم، این اصلا یه چیز بیخودیه. آقای صمدانی، ابوالقاسم صمدانی که دکتر بود و دانشگاه اینجا باز کرده بود و اینها، این تا موقعی که پولدار بوده با تلویزیون‌های شاه‌اللهی بوده، بعد که پول نداشت اومد گفت آقا من حالا فهمیدم تو آدم درستی هستی. گفتم حالا فهمیدی؟ گفتیم خب حالا، گفت والا هر چی داشتم دادم به اونا و حالا پولی ندارم. خلاصه گاهی وقتی یه کمک خیلی جزئی انجام میداد، ولی میگفت سوربی جان نگران نباش، من چیز میخرم دبلنا، من بلیتای بخت‌آزمایی میخرم، اگه برنده شدم به شما یه سهم بزرگی میدم. شما فکر کنید اگه $5 تو کیفتون باشه، تو جیبتون باشه، داشته باشید برید یه دلارشو بدید به یه نفر، این 20% داراییتون رو دادید به اون. ولی اگه یه نفر $100,000 داشته باشه، $1,000 بده، این 1/100 داراییشو داده. اینه که بعضی وقتا اون $2، اون $10، اون $100 بر اساس اون پولی که اون داشته بعدن برای ما اهمیتش به اصطلاح بیشتر میشه، کمتر میشه و الی آخر. در صورت لب مطلب این که لطفاً حمایت کنید اگر براتون امکانش هست. پشت پرده های انقلاب یک کتابی هست که دوستمون فرستاده، شاید نخواد ما اسمشو بگیم، گرچه این کتاب نوشته شده ولی بعضی از دوستان سر یه چیزای کوچیک میگن ما نمیخوایم. اوکی. یه کتابیه، یکی از ماموران جمهوری اسلامی، همون اول مامورای خمینی گویا این کتابو نوشته. من یک کمیشو خوندم ولی مثل اینکه روایت از قول اون هست. بذارید من اینجا براتون بیارم این صفحه رو، الان بیایم اسکرین کپچر بهش بگیم برو کامپیوتر اونوری، بعدم بگیم سلکت ایریا، اینو بگیریم بیاریم اینجا، ایریا رو هم سلکت کردیم، کامرامون هم کامرای 3. بله ببینید اینه کتاب در پشت پرده های انقلاب، اعترافات جعفر شفیع‌زاده فرمانده پیشین واحد مخصوص انقلاب اسلامی ایران. اسمش رو یا تایتلش رو یک کامیون تریلی 18 چرخ باید بکشه و یا تازه نصفش بود
و محافظ آیت الله خمینی در نفلوشاتو و تهران. این از صفحه 5 شروع شده. دیدید بعضی وقتا صفحه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و اینها عکسایی هست، اون وقتا عکس شاه و فرع و ولیعهد و اینها بود و اینا یاد نگرفتن که اونها نمیمونه، با مردم بودن میمونه. بعد اینجا نوشته که آقای جعفر شیخ زاده را برای اولین بار در، یعنی یکی دیگه داره میگه پیشگفتارشو، بعد نوشته ویراستار. من نمیدونم چرا اسمشون رو نمیگن. خب آقا بنویس کی بوده این آقایی که نوشته. همه ماجرات ماجرای از یک قصاب معمولی، یک پاسدار و سپس از یک پاسدار یک قصاب آدمکش ساخت. از یک بعد از ظهر گرم 1354 شروع شد. من آن موقع در قهریجان روستایی که نزدیک نجف آباد، من دانشجو که بودم نجف آباد اردو بودم، دهات بسیار زیبایی نزدیکش هست و اینها، فلاورجون و اینها. و بعد از انقلاب وقتی اینجوری شلوغ پلوغ شد، تصمیمم این بود که یا برم اصفهان زندگی کنم یا برم شمال، چون اصفهان رو بهتر از شیراز میدونستم بعد اون ماجرای جنگ و اینها، و شمالم که حرف خودش رو داره ولی رطوبت شمال رو فقط عده کمی میتونن تحمل کنن. خلاصه این 2300 صفحه است. من اول نگاه کردم فکر کردم 10-15 صفحه است، گفتم خب میخونم، بعد دیدم نخه، اینو من میذارم براتون رو سرعت اینجوری. اینم یک گزینه ایه که با کامپیوترتون میتونید انجام بدید. وقتی یه چیزی رو دارید، ماوستون رو ببرید تو اون قسمتی که بالا و پایین میکنه، اون کلید وسطی ماوستون رو فشار بدید، هرچی بیشتر بیارینش پایین این سریعتر میره. اینو اون وقتا برای عکس فرستادن و اینا تو کتابخونه ها استفاده میکردیم. و بله، گویا این توی لیبی هم مهمان قذافی بوده و اینها. بگذاریم، خلاصه من الان این براتون سریع میارم تا صفحات آخر، اگه چشمتونم درد میگیره اب نداره فوش ندید تا من بیارمش این پایین پایین. 197 پایان جلد اول، 237 صفحه است. اگر کسی خودش پیداش کرد که بخونه، اگر اهل کتاب هستی. این شاهین خیلی اهل کتابه، من متاسفانه نیستم. دلیلش هم اینه که ما هنرستانی ها بیشتر حرف عمل بودیم و کتابامون، حتی کتاب فارسی رو کوچیک میکردن برام، و کتاب های درس فنی، حساب فنی، رسم فنی اینا نسبتاً بزرگ بود، ولی فارسی و این چیزها، یه چیزهایی که اصلا به ما میگفتن آقا این میخواد کار کنه، این چیزا به دردش نمیخوره، و واقعا هم به درد نمیخوره مگر اینکه بعداً تو قسمت‌های تخصصی بری دنبالش. در هر صورت من بیشتر دنبال کتاب‌های گویا و اینها هستم. شاهین کتاب گویا هم درست میکنه ولی جون آدم رو به لبش میاره، قسمت قسمت اون راهیل راهیل میخونه آدم. خب حالا میخونه بعد همینجور باید بشینه منتظر هفته دیگه. من کتابایی رو میخونم که گوش میدم که 3 ساعت 4 ساعت 1 ساعت 2 ساعت یک کتاب رو تموم میکنم. و اما میگه بادیگارد مخصوص خمینی بود. بله این رو خوندم، قسمت دومش، بادیگارد مخصوص خمینی بود. شما میگید بود یعنی الان نیستش یا الان هم هستش؟ شما آقای مسعود کردار به نظر من یک تاریخ شفاهی هستیم و حیفه که افرادی مثل شما تعارف نداریم تا هستن نیان چیزایی رو که میدونن، چیزایی رو که آموختن به دیگران منتقل کنن. این نصیحت من، یا نصیحت نه، پیشنهاد هم همونه دیگه، نصیحت، پیشنهاد، ادوایز، تیپ همینه دیگه. بله ویندو 11 رو گفتم که مواظب باشید. بعد اگه فکر کنید و یه کمی با ویندو ها کار کرده باشید، به این صورت بود. از اون موقعی که ویندو 95 فکر کنم اولینش بود، من اون موقع هنوز کامپیوتر شادم داشتم، نه داشتم، از اونایی بود که میزدی تو و اینا با روشنش میکردی، داس دیسک آپریتینگ سیستم بود که یه فلاپی دیسک، یه چیز مشکی اینجوری بود. ولی ویندو 95 اومد و اینها. بعدن اون قسمتی که ما با کار کامپیوتر و ویدیو و اینها رسیدیم، ویندوز XP بود که خوب بود، هنوزم بعضیا دارن عوضش نمیکنن. بعدش ویندوز اومد، ویستا رو زد، افتضاح بود.
بعد افتضاح ویستا ویندوز 7 رو درست کرد که خوب بود. بعدش اومد ویندوز 8 رو زد که بد بود. 8 رو کرد 8 آی و اینها، بعد انقدر بد بود که 9 رو نزد، 10 رو زد، 10 اوکیه خوبه. حالا 11 مردم میترسن، میگن بر اساس این تناوب و بالا و پایین رفتن این ویندو ایکس پی خوب بوده، ویستا بد بوده، نمیدونم فلان، انتظار میره ویندو 11 بد باشه. اگر شما هم مثل من وارد نیستید زیاد تو کامپیوتر، نه مثل من وارد نیستید، یعنی شما هم مثل من وارد نیستید، فعلا صبر کنید، بذارید اونایی که واردن این بتا، بعضیا بیتا هم میگن، بیتا سیستمشو امتحان کنن، باگاش، باگ همین یعنی مگس و پشه و حشره و اینها رو رفع کنن، بعدن من و شما استفاده کنن. آقای اکبری میگه ایشان در رژیم جمهوری اسلامی شکنجه‌گر بوده و یک ساواکی را شکنجه میکرده، اون ساواکی در آلمان گیرش میاره و بهش میگه در صورت تعریف خاطرات ازت شکایت نمیکنم، بعد رفیق میشن و بقیه ماجرا. خیلی ممنون، متشکرم از آقای کردارم، متشکرم که اینجا نوشته you are right 100%. یعنی دیگه من میگم هیچ وقت 100% استفاده نکنید، از بس من به ایشون نق زدم به صورت خواهش. و آهان، آقای شهرام یه جایی نوشته درخواست یک خواهش. آقا خود درخواست، خواهش، اینا همشون یکیه. یا اون دوستمون، اون خانمی که احتیاج به دارو اینها داشت، نوشته بود فراخان، کسی برای کمک، من فکر نمی‌کنم فراخان بده. حالا درسته کلمات رو ما قاطی می‌کنیم. دست ممنون و متشکرم آقای کردار. اینو من ازش یه عکس می‌گیرم، نگه می‌دارم رو تلفنم، به جای عکس شما می‌ذارم که هر وقت شما زنگ می‌زنی، تماس می‌گیری، بنویسه مسعود کردار گفته 100% تو درستی، 100% درست حق داری، یعنی اینکه یه روز این کار رو انجام میدی. دوستان اینجا بنویسی به نظرتون یه نفر آدم که نمیشه به این ترامپو، یه شالاتان در 4 سال میتونه چند تا دروغ گفته باشه، مثل که این روحانی هم دست کمی از ترامپ نداشته. خب به نظرتون چند هزار تا این در 4 سال دروغ گفته؟ یادتونه که اصلا یک دیدید بعض چیزا هست میگن گاه شمار، روز شمار، یه ساعتایی هست بدهی آمریکایی‌ها رو میشماره، درسته؟ برای ترامپ و دروغاش دروغ شمار درست کرده بودن که همین الان هم اگه بزنید هنوز هست. بله اینم از این. میگه که آقای اکبری درست میگن، این به اصطلاح خاطرات رو یه ساواکی، حالا اون ساواکیه اگه واقعا انسان باشه، آدم باشه، اونم باید بیاد بگه چه کسایی رو شکنجه کرده. یا مثل آقای فراستیه، کیه مردی که با افتخار میاد میشه، بدبخت اون شاسوندیه کیه، اونم میاد میشین جلوش که میگه من هنوز نمیدونم شکنجه های شما. برخورد پلیس فرانسه با معترضین جالبه که هفته پیش نخست وزیر فرانسه گفت من از اوضاع ایران ابراز احساس نگرانی میکنم. بعد ماجرای پلیس فرانسه در یک سال گذشته، اون جلیق زردها و اینا رو نگاه کنید. از این جالبتر آمریکا هم گفته بود که ما به حکومت ایران گفتیم که بابا بسه، درست میگن همشون، ولی ما ضرب المثلی داریم که رطب خورده من رطب چون کند. تو که رطب میخوری نمیتونی به دیگران بگی رطب. تو که آقای ترامپ میاد بیرون با اسلحه و گاز اشکاور و ارتش میاره تو خیابون و به ژنراله میگه برید مغز، نه این ما چی میگیم، جمجمه اینها رو شکاف بدید، بشکنید، باز کنید و اینها رو به اصطلاح برگردونی خونه هاشون، توی آمریکا نمیتونی به ایران حرف بزنی، توی فرانسه نمیتونی به ایران حرف بزنی، سوئیسی باشه، جایی باشه، اونا هم همشون بهتون گفتم این ماجرایی بود که سر میبریدن تو تلویزیون نشون میدادن، برید نگاه کنید ببینید فرانسویا اولین کارو شروع کردن با الجزایریا، با مراکشیا، سراشونو میبریدن، بعد میخندیدن، عکسم تازه دوران اول دوربین بوده و عکس میگرفتن. اگر آخوند باشه
بی نهایت هم تراب رو اگر آخوند باشه بی نهایت هم، اما ترامپ رو نمیدونم، متوجه نمیشم. شما به غیر از این که تلیگرافی می نویسین فنگلیش هم می نویسین. خب اینم از این. حالا دیدی آقای کردار، خود شما که گفتی وقتی می نویسن حواست پرت میشه، خود شما هم نمیتونی قلم کاغذ ورداری یه برنامه رو ببینی آخرش اون چیزایی رو که نوشتی به صورت ایمیل بفرستی یا توی تلفن بگی تا ما بتونیم صحبت کنیم. این همون اینراکت یعنی گفت و شنود. ما آخه عادت داریم همش میگیم گفتگو غلطه. گفتگو یعنی من میگم گفت و شنوده، من میگم بعد باید بشنوم. شنیدن من اینه که گوش میدم به حرف شما، گوش میدم به حرف آقای اکبری، گوش میدم به ایکس و ایگرگ. محمد نوریزاده با گلپا دیدار کرد. گلپا چند سال پیش که اومد اینجا، میدونید گلپا سالهاست چشمشو از دست داده، فکر کنم به خاطر مرض قنده، نمیدونم هرچیه، یا اینک دودی میزنه یا اینک معمول. وقتی اومد اینجا با کمک شاهرخ یک کنسرت یه ساعت و نیمه رو، ببخشید اینو میگم، با جون کندن تموم کردن. این الان 6 سال 7 سال از اون موقع میگذره. حالا آقای گلپا دمش هم گرم، امیدواریم 120 سال عمر کنه. تو ایران حتی گفته بود 80 سالمه ولی هنوز صدام فلان و اینا. یاد این بیچاره شهرام کی افتادم، مصاحبهشو برید با علیرضا قاسمی نگاه کنید، میگه من صدا دارم. آقا تو اگه همین محمود قربانی نبود که 4 نفر رو پیدا کنه برات دین بردن بکنن، چه صدایی داری؟ اصلا صدا یعنی چی؟ در هر صورت خدا بیامرزتش. تا همینجا هستیم، باورتون میشه این شاهین برای من دیروز گفت من، آها راجع به دروغ، فکر میکنی آقای کردار ترامپ در 4 سالی که رئیس جمهور بوده، از اون ژانویه 20 2016 تا این چند 2017 چند تا دروغ گفته؟ حالا شما حتی با آخوندا مقایسش کن، حدس بزن. اینجا میگن wild guess، نه منظور یعنی دیگه بالاترینی که میتونی بگی بنویس، فکر میکنی چند تا بود؟ چند تا دروغ، چند تا information غلط. من اگه به شما information غلط بدم، مثل آقای علی جوانمردی که تا حالا 10 بار گفته اهواز سقوط کرد، 10 بار گفته خامنه ای مرد. آقا مرد که مرد، مگه خمینی که مرد آب از آب تکون خورد یکی دیگه اومد جاش؟ حالا خامنه ای که بمیره که 100 نفر میان جاش. این دروغ گفتنه. اصلا چیزی به نام میس اینفورمیشن ما نداریم. اینفورمیشن اطلاعات، میس اینفورمیشن اطلاعات غلط، دروغ گفتنه. آقای کردار ترامپ، خب آقای کردار یه مدتی یه جورایی میشه گفت طرفدار ترامپ نبود، ولی دلش میخواست ترامپ باشه، چون فکر میکرد که این آخوندها رو از ترامپ خودش آخوند بود. شما از این کوتی که میپوشید، از این پالتوی که از این بهار تو بهار آینده پالتو میپوشه و از این پولایی که از مردم کش رفته، نگاه کنید آخوند بودن یعنی چی. این خودش یه آخوند بود. از لحاظ دروغ هم 30,573 تا دروغ گفته در 4 سالی که به اصطلاح زمام حکومت رو در دست داشته. 30,573 تا دروغ گفت. بله آقای بوش بزرگم دروغ گفت من مالیات ها رو نمیبرم بالا. بعد که رفته چی گفت؟ آقا من اصلا مسئول مالیات من نیستم. میدونی اینا رو ما میدونیم، پشت سر گذاشتیم، ولی دیگه همچین شارلاتانی رو ندیده بودیم. شارلاتانی که میگه ده ها سال، decades، نه یه سال دو سال، ده ها سال طول میکشه تا خرابکاری هایی پیدا بشه. بعد میگه ممکنه 100 سال طول بکشه تا جبران بشه. دیروز عصر داشت میگفت، گفت حالا تازه ما داریم میفهمیم چی بوده. هی داره یکی یکی، مثل این سوکیدو، شما دارید تو کانادا یا نه، سوکیدو یه حیوانی بعد 17 سال اومد و رفت و اینا. خب حالا ما دو تا 17 سالشو دیدیم، تازه امسال فهمیدیم این که میاد و میره و تخم میذاره برای 17 سال دیگه، پدر سوخته. اصلا یه مرضایی هم به پوست انسانها وارد میکنه، بدنتو میکنه مثل جوش، مثل جوش جوونی که آدم میزنه. اینم سوکیدوه. ترامپ اینجوره، یه شارلاتان، یه جانور که حالا ببینید چجوری مردم رو به اصطلاح به درد سر انداخته. وی نید
نمراتور یادتونه شما که رشتت برق بود، یکی از چیزهایی که به ما درس میدادن سال اول هنرستان این نمراتورهای حمام بود، نمراتورهای هتلا بود. چه چیزی هم بوده اون موقعی که یک کسی درست کرده، مثلا 6 تایی بود، 12 تایی بود، 20 تایی بود، اینو میذاشتن مثلا رسپشن اتاق، وقتی یکی زنگ میزد طلق میافتاد پایین. خیلی ساده بود، یه چیزی با شماره وایساده بود، بعد این اینجا بود، این مگنت میشد میافتاد این میمد پایین، شما میدیدی اتاق 1 اتاق 4. نمره های حموم هم، حموم های خصوصی به اصطلاح نمره داشت که اونو که میزد زنگ میزد، بعد مرده که میمد برای که بفهمه حالا کی زنگ زده، اون نمراتوره نمره رو مینداخت. نمراتور رو تو ایران میگفتین، ولی یادتونه کنتور هم میگفتین. این کنتور همین کانتره، یعنی شمارنده، کانت میشماره، که خیلی جاها هم توی کنسرت ها اون مسئول دم در یکی دستشه اینجوری 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 میزنه ببینه چند نفر اومدن تو. الان این اسکنر که بلیتتون رو اسکن میکنه اون کار رو هم انجام میده، هر یه دونه رو که اسکن میکنه همون موقع میشماره که چند نفر الان داخل سالن هستن، چند نفر دیگه جا داره. بله شاهین میگه علی جوانمردی خودشو خیلی خراب کرد با این دروغاش، چرت و پرت گفتن هم حدی داره. ببین الان رفته توی تلویزیونی از تو کردستان برنامه پخش میکنه، برای خودش پرستو درست کرد، یکی نه دوتا درست کرد. باز برگردیم به پرستو، این آقای شاهین خان میگه که باورش نمیشه که یه چند نفر الان گفتن که این بگو دیگه بیچاره شهرام کاشانی رو آخوندا برش پرستو فرستادن از ایران، رفته ترکیه وقتی این مریض بوده، اونجا بهش آبجو دادن. بابا دو نفر تو اتاقش بودن، اون دوستش خواننده میگه دوتا اونجا بودن، اونا کووید داشتن، این کووید گرفته. بعدم خود این سال 2016 من حتی با اون مریم خانم صحبت کردم، مریم اون موقع فکرم تازه جدا شده بودن، اینا 11 سال با هم بودن، هنوزم اون خانم اینو دوست داره و خانم با شخصیتیه. به من گفت آقای سوربی حالش خیلی بده، نمیتونه صحبت کنه، چیزی که از الان این روزا مد شده، تا یکی میمیره همه میان عکساشونو میذارن که با اون بوده. من حتی عکس با شجریان و با خویی و اینا رو داشتم، گفتم بابا ولم کن، منو یاد خودم میندازه که ایراد میگرفتم، میگفتم طرف میاد تار میزنه، میگه آقا خوب تار میزنی، شما معلمتون کی بوده؟ اولا یه سریشون همه مرده ها رو میگن که وجود ندارن، یه سریشون هم میگن ما اصلا معلم نداشتیم، ما همینجوری خودمون یاد گرفتیم. یه پسری بود افشین، تلویزیون رنگارنگ، 3-4 تا موزیک مختلف به اصطلاح ساز مختلف رو میزد، خیلی هم قشنگ. میگم من واقعا هم هستن، خیلی ها هستن که اینجوری یاد گرفتن و زدن به اصطلاح با گوشی یا با نگاه کردن، ولی ما کلا همین کلمه‌ای که اینجا نوشته آقای غلامرضایی به اکبری نوشته خالی بنده، واقعا همینه. ولی خب چی میشه، شما دیگه الان ویدیوشو که میبینی، میبینی اینجا ویدیو شاهین، ویدیو جوانمردی، میگی جوانمردی، بازم میخواد مزخرف بگه، بازم میخواد بگه مجتبی سر باباش کرد تو خمره سرکه، نمیدونم فردا میاد میشه رهبر دوباره. اصلا عین خیالشون هم نیست، واقعا عین خیالشون هم نیست. حالا که دیگه هی برمیدارن قرمز و زرد و اینا رو ویدیوها مینیسن، خبر فوری همین الان اهواز فرو پاشی، بعد میره تا آخرش نگاه میکنه هیچی نیست. یه عده اومدن وای وای وای، یه خانمی اخبار میگفت بعدم نوشته بود گوینده کمرشال یا گوینده رسمی رادیو تلویزیون ها. خب خانم اگه شما گوینده رسمی رادیو تلویزیون ها بودی که الان باید سر کار باشی، اگه سر کار نیستی خب بیا بگو کی هستی. خیلی هاشون هستن اومدن برنامه خودشون رو، خلاصه باغ وشی شده، واقعا دیوونه خونه شده. یکی از دوستان گفت میخوام برم واشنگتن باغ وش، گفتم برو ولی اگه نگذاشتن بیای بیرون به من زنگ بزن. گفت چرا نه؟ گفتم خب ممکنه یه وقت بگیرنت، همچین حیوانی ندارن تو باغ وش. گفت آقا این مسخره. گفتم دارن همچین حیوانی تو باغ وش؟ خب ندارن، ما هم یه جانوریم، یه حیوانی ممکنه یه دفعه بگه آقا اینم بگیر بنداز تو قفس. خب دوستان عزیز ببینم اینجا شاهین 2000 نوشته بود احمدی نژاد سفرش به قطر و الهه ایکس و ما نگاه کردیم هیچ خبری نبود. بعد گفتم آقا تایتلت اشتباه زدی یا تو هم داری میری تو ردیف اونها، خبر فوری قرمز، اینو اگه نبینی نمیدونم نصف عمرت رفته،
اگه ببینی همه عمره رفته. گفت نه آقا خبره بودش، یوتیوب یقمو گرفته بود، مجبور شدم ورش دارم. گفتم نه ترس، با یوتیوب یکم پدر سوخت بازی رو یاد بگی. همین آخونده میگه نمیدونم حضرت علی نشست اینجا، بهش گفتن که اگه گفت بعد بلند شد نشست اونجا، گفتن فلانی رو دیدی؟ گفت نه از زمانی که من نشستم اینجا ندیدم. از این دروغای مصلحتی اینا اینجوری یاد بگیر. با یوتیوب دوستان شما وقتی یه چیزی رو میذاری اونا بهت میگن ما این رو استاپش میکنیم یا پول ساختنش رو استاپ میکنیم و اینها، شما هول نشو. گزینه ها یا آپشنایی رو که بهتون داده نگاه کنید ببینید چی نوشته. نوشته ما اون قسمت رو میوت میکنیم، خب اون قسمت رو بی صدا کنید. نوشته اون قسمت رو بر میداریم، خب بردار، بستگی به چیزی که شما میخوای. بعد نوشته که شما میتونی اعتراض کنی، مثلا اگه یه فیلمی از سوربی گذاشتی بعد این گفته کپی رایتش مال سوربیه، شما میای بهت میگی نه من اینو فیر یوزش، fair یعنی عادلانه، usage یعنی مصرف، من این رو عادلانه مصرف کردم برای که میخواستم نشون بدم که سوربی مثلا اینجا گفته محمود قربانی بهش اطمینان نکنید تا بعد بر اساس اون صحبت کنم. ولی اگه اینجوری باشه، دیدید شما از شب تا صبح، صبح تا شب تلویزیونای دیگه دارن، تلویزیونای دیگه رو نشون میدن یه چیزایشو بر اساس اون. این fair usage، تا این fair usage رو بخواد این نامه بنویسه اون نامه بنویسه و اینها، شما ویدیو تو معمولا مردم تو روز اول روز دوم یه هفته اول نگاه کردن رفتن، ویدیوی هفته جدیدت که بیاد دیگه کسی بر نمیگرده بره هفته قبل رو نگاه کنه. درست میگم؟ حالا اینو شما داشته باش، باورت میشه یوتیوب برای سال 2011 برای برنامه‌های دکتر محیط، برای برنامه‌های دکتر ایکس ایگرگ بهایی ها برای من میفرسه که ما تصمیم گرفتیم که این پول نسازه. ما میگم پولتون تو سرتون بخوره. حالا از 2011 تا حالا چند سنت ساخته که شما از امروز تصمیم گرفتین این پول نسازه. بعد اون آپشناشو که میگه این برای بچه‌ها ساخته نشده، اینا رو چیز کن، نمیدونم مال شما، من ندیدم مانیتایز کنه قسمت مانیتایز یا مانیتیزیشن، اگه داره اونا رو برو کنترل کن. اینا کلکایی که میشه بهشون زد. با یوتیوب میشه کلک زد، ولی فیسبوک زبون آدم حالیش نیست، کار خودشو میکنه. کاملا درست میگی آقای اکبری، بهتر از همه این رو میدونه. خب دوستان به نظرتون حالا که فهمیدیم ترامپ توی 4 سال 30,573 تا دروغ گفته، اولا انقلاب یه فیلمی ساختن خیلی هم قشنگ بود، مهمونی بود، اینا هم گیج بودن، هنرمندا نمیدونستن چجوری فیلم بسازن. بعد یه رفتن دم یه خونه، طرف گفت من امشب آمدم تا در این جشن بزرگ 2500 و 600 و نمیدونم شعر قشنگ، یه فیلم اینجوری بود. واقعا فیلم های خوبی بود، چرا ادامه ندادن من نمیدونم. فکر میکنید تلفن های هوشمند مثل که 10 سالش رو پشت سر گذاشت، اسمارت فون برای شما چند کار چند تا دستگاه رو انجام میده؟ دیدم آقای ترشیزی یه برنامه گذاشته بود تو کانون دوستداران فرهنگ و میگفت بیش از 50 تا اگه حسابش کنید، واقعا ببینید، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری، بعضی ها دیگه اصلا باش مینویسن، نوتبوک، چراغ قوه، اون یکی دیگه چیه، قطرنما، حالا تلفن دیگه آدم یادش میره که اینه، بله به عنوان تلفن هم میشه استفاده کرد، کامپیوتر، ایمیل، نمیدونم وبسایت، چی میگن اون واتساپ و فلان اینها بماند. شما فکر میکنید چند تا؟ بعد یکشون میگفت که فکر نکنید این تلفن ها خیلی هم گرونه، اگه قیمت یکایک اون چیزها رو حساب کنید خیلی هم ارزونه. گفتم آقا خب مثلا ما روز که رفتیم تلفن خریدیم 800 دلار بعد شد 200 دلار، اون موقع من نمیخواستم قطنما یکی داشتیم از دوره سربازی، هیچ وقت هم استفاده نکردیم، هم تو سربازی هم بلد نبودیم استفاده کنیم. بمان من که نمیخواستم قطنما بخرم، من که نمیخواستم چراغ قوه بخرم، من که نمیخواستم دفتر یادداشت بخرم، من که نمیخواستم دوربین فیلم بردارم، من میخواستم یه تلفن بخرم. مشکل اینه که امروز اون تلفن رو تنها به شما نمیفروشه بگه 100 دلار اونای دیگه رو دی اکتیو کنه یا از کار بندازه، میگه همه اینا رو باید بخری. آگهی میاد میگه 800 دلار تخفیف، تازه شما باید 800 دلار بدی بخری، یعنی تلفن 1600 دلاره. این دوستون آقای بهرامی رفته بود یه تلفن خریده بود 2500 دلار از این تلفن‌های باز شو. نویگیشن از همش مهمتر. آخ نویگیشن چه ظلمی به ماها میکنه.
نویگیشن دوستان سلولای مغزمون رو داره از بین میبره، چون ازش استفاده نمیکنیم. و نویگیشن، من چند روز پیش رفتم مریلند، خب با نویگیشن رفتم، یه ماشین رو بردم دادم به یه خریداری، گذاشتم اونجا، میخواستم برگردم. وقتی رفتم سر راه یه فروشگاه دیدم، گفتم حالا که برمیگردم از این فروشگاه هم اون چیزی که میخوام میخرم. نگو نویگیشن بر اساس ساعت دیده بود ترافیک این ور بهتر شده، من از یه خیابون دیگه برد. یعنی دیگه من قادر نبودم بفهمم حالا با چپ برم راست برم کجا برم کجا برسم. خود شما چند بار شده جاهایی رو که بلدید، اتفاقا خود منم بهتون نصیحت کردم که این کار رو انجام بدید، حتی جاهایی رو هم که بلدید نویگیشنتون رو روشن بذارید، چون شما جا بله بلدی از اینجا برید کنار دریا، ولی نمیدونی که از این پل بزرگ که رد شدی ترافیک هست یا نه. این پروگرامه بهت میگه که 2 ساعت دیگه فلان جا تصادف شده رابندونه، از اینجا نرو، بیا از این بر برو. خود من با یه نفر رفتیم، گفت که من راه رو بلدم، نمیخواد نویگیشن. گفتم من نویگیشن رو روشن میکنم. گفت شما دنبال من بیا. گفتم دنبال هیچ کس دوست ندارم برم، دوست ندارم کسی هم دنبال من رانندگی کنه. خیلی از این تصادفها که تصادف میشه، آدمایی هستن که دنبال هم میخوان برن، اون تو قرمز میره، تو زرد میره که این نزنه بهش، این میره اون، از این تصادفهای مزخرف فلان بسیار تیکت میگیره. من میگم آقا الانی که دیگه نویگیشن داریم، همون موقعم که نداشتیم باور کنید همینجوری بود، میگفتم آقا من میرم مثلا دشترجان وای میستم شما رو میبینم، اینجوری بود. حالا دیگه این ماشین یک قرازه و خراب بود، خب مجبور بودیم هی تو آینه نگاه کنیم، گردن درد بگیریم یا اونو بندازیم جلو، اگر رانندگیش بدتر از ما بود ما پشت سرش بریم. در هر صورت نویگیشن از همش مهمتر، و نویگیشن چیزیه که پدر ملت درآورده، میدونه کجا هستی، چی کار میکنید، به اصطلاح چند بار این مسیر رو رفتید، چرا رفتید، بر اساس تکسی که فرستادید میدونه که شما منظورتون خرید بوده، میدونه که شما منظورتون دیلیوری بوده، و نمیدونم داریم به کجا میریم. تلفن هوشمند فکر میکنید کار چند تا وسیله رو براتون انجام میده. و اما یه دوستی دارم که داستان قتل فرخزاد رو برای من گفت، و وقتی گفت بدونی که اسم ببره، من گفتم شما داری راجع به فلان خواننده صحبت میکنی؟ گفت آفرین به این هوشت که باید میشدی خرگوش. ولی چون آوردن اسم این و اون همراهش یه مسئولیتی هم میاره، من این داستان رو خیلی دربسته تر براتون میگم. ایشون هم خیلی قشنگ برای من گفت، گفت که آقا فرخزاد رو کسایی کشتن که اون میشناختشون، اونا با کسی اومده بودن که اینها چند مدت با هم قهر بودن، گفته بوده من میخوام بیام ببینمت، گفته باشه بیا، و فرخزاد یه سگی داشته که آدمو زنده زنده میتونسته بخوره، چطور این سگشو کرده تو اتاق، و اینجا اینا 3 نفر بودن، اون یکی همون بوده که ایشون منظورش بود، اون دوتای دیگه هم برگشتن ایران و این بیچاره رو تک تکی کردن. یه جایی هم نوشته شده، گفته شده که فرخزاد در آخر عمرش به دلیل اینکه میخواسته بره مادرش رو ببینه، به دلیل اینکه از تلویزیون‌های ایرانی و دکتر گنجی و منگی و اینها دلخور شده بوده، اوضاع کنسرت و مونسرت و اینها فعال اونجوری نبوده، به دلیل اینکه گویا در فیلمی قرار بوده شرکت کنه که آخوندها بهش پول بدن، داستانهای زیادیه، حتی ریش گذاشته بوده، لباس یقه آخوندی میپوشیده که خب یقه فرنچ هم هست، یقه دیپلمات هم بهش میگن. این داستانها چون زیاده میشه مثل همین ماجرای شهرام کاشانی که دیگه حالا رسیده بهش پرستو آوردن، آبجو بهش داده. اون آقای مرتضی خواننده گویا رفته بوده دبی با یه دختر خیلی جوون آشنا میشه و خرسواری میکنه و بعد اون میاد آمریکا و اینها، اصلا ماجرای میدونی مرتضی از همسرش هم جداش، بعد اینم اومد گفت که گفته بودن یا پول بده یا نمیدونم افشاد میکنی، اینم از بس خوب بلده از پولاش استفاده کنه، گفته بود قبل از اینکه شما افشا کنی من خودم میرم میگم، و آمده بود برای مرتضی از ایران آخوند پرستو فرستاده کالیفرنیا. حالا این کوفتی مسیح علی نژاد حداقل شرق آمریکا است، ولی کالیفرنیا، بعدم لابد اینم خانمه میخواسته شب که با هم گوجی گوجی میکنن اینو برداره بندازه تو گونی، بعد لخت. عجب داستانیه. ولی مرتضی
هنرمند زبلیه این گویا، باز اینا رو من شنیدم، یک بخت آزمایی برنده میشه، به جایی که پول رو خرج اتینا کنه میره یه استدیو میزنه و میگن درآمد و ایناش هم خوب بوده، ولی آخرین خبر این بود که با همسرش به اصطلاح دعواشون شده و جدا شدن و اینها، سر همین ماجرای دختر خانم جوان که مرتضی میگه پرستو. خلاصه این پرستو ما نمیدونیم، البته ناگفته نماند، آقای فولادوند یک خانمی رو قرار بود بفرسته برای حخا بیاد و اون با هم وقت مشغول بشن و اینها، اینو مس کنه، بعد که میخوان گوجی گوجی کنن آلت ایشون رو ببره و وردار بره. من نمیدونم چرا همه میخوان آلت رو ببرن ببرن کادو هدیه. حالا ما شنیده بودیم سلطان ها پادشاه ها سر طرف رو میبریدن و هست اتفاقی آقای اکبری عکسای خوبی که میذاره از به اصطلاح خاطرات گذشته نشون میده که چه کسایی رو که سر بریدن برای پول. داستان داریم اون کی بوده که آسیابانه که بهش جا میده بعد میره لوش میده، از این ماجراها زیاده. در اصل داستانها چون زبان به زبان یا گوش به گوش یا هرچی دهان به دهان دهان به دهان میچرخه، یا نمیدونم چی بگم، عوض میشه. یک فیلم خیلی قشنگیه، یه آقای هندی 10 نفر رو اینا رو میگه پشتتون رو بکنیم به اصطلاح روتون رو بکنیم به اون طرف. من اینو یه بارم نشون دادم، بعد به اولی میگه نگاهی من کن، میگه هر کاری من کردم تو اینو به نفر بعدی بگو. حالا اون 9 نفر روشون به شماست، پشتشون به من و این، این اینجوری میکنه با موتور دارم میرم اینجوری فلان بیسار. خلاصه اینا رو که به هم میگن اون میچرخه، این همینو میخواد به اون منتقل کنه، آخرش این با موتور میره و روشن میکنه و میپیچه و اینها، میشه رقص. یعنی این ویدیو رو اگه کسی پیدا کنه خیلی قشنگه، که میخواد بگه توی انتقال تعریفایی که ما میکنیم، توضیحایی که برای همدیگه میدیم عوض میشه. میدونید که این کار در رابطه با شاهنامه فردوسی، این کار در رابطه با کتابای حافظ سعدی انجام شده و وقتی اینا رو جمع آوری میکنن بعدن یه کسایی میشینن اینا رو میخونن تصحیح میکنن، میگه آقا اصلا این شعره با روحیه و اخلاق مثلا حافظ جور در نمیاد، این یه نفر همون روز ایرج میرزا رو خونده بوده، حافظ هم خونده بوده، نصفی از بیت این نصفی از اون قاطی کرده. یزدگر بله خوبه. همین که ببین اون یکی دیگه بابک خورمدین، ببینید اصل کامیونیکیشن یا ارتباط اینه که من اگه یه چیزی رو نمیدونم برای شما یه تعریفی کنم که شما نزدیک بشی، همون داستان یزدگر، داستان بابک خورمدین و الی آخر. ویدیو خوزستان آب ندارد، حتما دیدید که وقتی یه چیزی تو دنیا اتفاق میفته، یه زلزله میاد، یه جایی سیل میاد و اینها، هنرمندا جمع میشن یه ویدیوی درست میکنن، یه کنسرتی میذارن و پول درآمد اون کنسرت رو میفرسن اونجا، که اکثرا بعد از مخارجی که میکنن اصلا نشون میدن که آقا هیچ گیر اون بدبختا نیومده، فقط اسمشون بدتر شده و همه نشستن که آقا اینقدر میلیون دلار گیرش اومده دیگه، منی هم که میخواستم 5 دلار بدم نمیدم. حالا یه فیلمی هنرپیشه ها و خواننده های آمریکایی و این ورور درست کردن راجع به خوزستان. دوستان آخونده بدتر از اینا وجود نداره، اینو بنویسید من امضا میکنم، ولی خودتون رو بذارید یه جایی جلو آینه. خوزستان صد زدن خراب کردن، شیراز صد زدن خراب کردن. آقا آمریکا الان معضل آب داره، کشورهای دیگه معضل و مشکل آب دارن، اینا چرا اینجوری شدن؟ سیل تو چین، هند، برید نگاه کنید هفته گذشته. میگم من این خبرها وقتی میاد و میگذره چیز میشه. یادتونه این خانم شکوه میرزادگی، پسره با شلوار جین رفته نشسته روی پاسارگاد، به جایی که بهش میگن احمق روی این سنگا نباید بشینی، کونه کثیفتو بذاری اونجا، اکثر با فتوشاپ درست کرده که آبم تا زانوش اومده. بعد من فامیلام اونجا هستن، این سیوند و اون سعادت آباد، شما شاید باور نکنید اصلا سعادت آباد وقتی وارد میشین این درختایی که این ور اون ورشه پدر من برده اونجا، چون فرغ الملک و اینا قوا
عوامی ها شهردار شیراز بودن و اونجا زمین داشتن، اینا رو بردن اونجا. به اصطلاح که بابا ما هر وقت رد میشد ما دوباره میگفتیم ای وای دوباره بابا میخواد بگه این درخت ها رو ما آوردیم. دشت مرغاب، سیوند، سعادت آباد، اینا اصلا ما اونجا میریم میایم میرفتیم میمدیم. اینجوری نیست که همون صد چیز بود که اصلا پسر خاله پدر من کار میکرد، پسر خواهر پدر من، پسر عمه من اونجا کار میکرد. صد یه چیزی هم یادم رفته. بله میگه مسئله ندانستن نیست، در برنامه زنده گاهی آدم حضور ذهن نداره. کاملا درست میگی. اینم که طرف میگه آقا سر زبونم ها، طرف میگه آقا سر زبونت نیست، تو مغزت گیر کرده. اگه سر زبونت بود که میگفتی، راحت بگو یادم نیست، بگو نمیتونم الان مغزم متمرکز کنم، حضور ذهن ندارم. کاملا درست میگی. این ویدیوی خوزستان آب نداره، این حالا بعدن اگه یک کسایی پیدا بشن با وجدان بیان بگن خب آقای خواننده خیلی ممنون، حالا شما اومدی گفتی خوزستان doesn't have water، خوزستان آب نداره، خب چطور میشه؟ چطور میشه؟ این ویدیو شما خانم علی نژاد و دیگران هم هی پخش میکنن، چه اتفاقی میفته؟ تا اینکه یه نفر بلند شه آقا با پیکانش با پژوش بره یه 4 تا نمیدونم دبه آب ورداره ببره بده اونجا. میدونید اصلا داریم یه راهی برای خودمون میریم. برید حتما این ویدیوی دو تا ویدیوی خوب دیروز دیدم، یکی آقای مجتبی واحدی همون اولایی که اومده بود اینجا، ایشون 2011 اومده موقع بعد از 88، من همون روز اول اینا اینجا دیدمشون توی برنامه بود. و یکی دیگه هم ویدیوی آقای دکتر قسیم، دوتاش هم با عنایت فانی، دوتاش هم مال سال 2011. نمیدونم چطور شده که بی بی سی داره ویدیوهای 2011 و اینا رو، شاید به این دلیل که اون موقع 10 دقیقه 10 دقیقه مجبور بودن، الان یک جا میذارن، یا یه ماجرای پشتش هست. ببینید اولا مجتبی واحدی چقدر قشنگ صحبت میکنه و میگه که دیگه اصلاح طلب نیست، دلیلش هم میگه، میگه برای که معنی اصلاح طلب رو اینا عوض کردن و الا همه آدم ها اصلاح طلبن. مگه میشه شما اصلاح طلب نباشی؟ شما میخوای فردا مثل امروز زندگی کنی؟ پس شما اصلاح طلبی. ولی چون اینا معنیش عوض کردن، اگه گفتی آقا من اصلاح طلبم، کسی کاری نداره که تو میخوای یه ماشین بهتر بخری، فکر کنی دنبال حکومت کروبی و فلان هستی، این میگه آقا ولم کن اصلا من هیچی نیست. یکی مصاحبه مجتبی واحدی سال 2011 رو با چیز نگاه کنید، با عنایت فانی. یکی مصاحبه دکتر قسیم، ببینید اون روزی که پول میگرفته چجوری یقه جر میده، چجوری اینفورمیشن های دروغ، و باری کلا به عنایت فانی. ما یه فانی داشتیم همکلاسیمون بود، ساواک اومد گرفت بردش اینا، بعد که برگشته بود دیوونه شده بود، ولی فکر نمی‌کنم اسم عنایت بود. عنایت فانی بهش میگه آقا، حالا اون موقع اینا هنوز تو چیز انا تو اشرف، میگه آقا شما با این 2-3 هزار نفری که اسلحه ندارن میخواین چیکار کنین؟ مردی که میگه همونجوری مثل شاهنامه، مثل افراسیاب، ای خاک بر سرت. من یه دفعه به این آقای سهراب چمنارا گفتم آقا تو رو خدا اینقدر این شاهنامه رو فکر نکنین داستان حقیقی بوده. تازه اگه داستان حقیقی هم بوده، کجاش به نفع ملت تموم شده؟ کجاش بابا پدر پسر رو میکشه، رستم سهراب رو میکشه، نمیدونم اون یکی میخواد بچهش رو بکشه برای که رفته یه زن جوونی گرفته، همین اون یکی کیه که از تو آتیش میگه رد میشین، اسفندیار بوده. این مزخرفا رو بریزید دور، داستان قشنگیه، مثل که حالا انگلیسی ها بردارن داستان های شکسپیر بیارن بگن این تاریخ ما این بوده. نمیدونم، نگفتم از مرا آنجا که آشنات منم، این شعر مال مولویه اگه اشتباه نکنم، خیلی قشنگه، دیروز نوشتمش که بیارم بخونم، دیدم خیلی طولانیه و منم متاسفانه خوب نمیتونم دکلمه کنم. بله، یکی از دوستان عکسی از مادر شاه انداخته بود و نوشته بود روزی که رضا شاه رو تبعید کردن به آفریقا، ولی بهش گفته نگفته بود بهش گفتن برین هند، این زنه سیاوش، بله این زنه مادر شاه گفته بوده من آب و هوای آفریقا رو دوست ندارم، نمیام، نرفته. ولی تا اونجایی که من میدونم این رضا خان رو
بهش گفته بودن شما داری میری هندوستان، هیچکی دیگه هم خبر نداشته که دارن میرن نمیدونم جوهانسبرگ آفریقای جنوبی، داشته میرفته هندوستان. بعد اینم فکر میکرده حالا هندوستان، حالا نمیدونم اونجا که میرسن پیاده نمیشن چی بوده. برای ایشون نوشتم، آقای طهمورث زمانی نوشتن در زمانی که رضا شاه به تبعید فرستاده شد، تاج ملوک و اشرف پیش شاه ماندن، ملکه عصمت الملوک با رضا شاه همراه بود و بعد از 2 ماه به ایران برگشت. رضا شاه به تاج الملوک پیغام فرستاده بود و او گفته بود هوای اونجا به من نمیسازه. ماشاءالله این رضا شاه هم مثل آخوندا یکی و دوتا زن براش بسنده و کافی نبوده، چندین زن داشته. و اینجوری که الان آقای طهمورث توضیح میده، یکی از این خانم ها با ایشون میره، بعد که میره به جای هندوستان سر از آفریقا در میاره، بعد از 2 ماه برمیگرده. گویا پسراش هم اینجوری بودن، یکی دوتشون میرن و برمیگردن و اینها. بعد ایشون میگه حالا رضا شاه به تاج الملوک پیغام میده که شما بیا، اونم گفته برو آقا دیگه تو شاه نیستی و من آب و هوای آفریقا به دردم نمیخوره. خیلی ممنون از ایشون که برای من توضیح داد، متشکرم، مرسی. و اما مراسم تحلیف نوشته را نمیتونست بخونه. اینو دیروز نوشتم، اول برنامه توضیح دادم که اگه من و شما هم یکی دیگه برامون بنویسه و این میدونید میگن سخن کز دل براید لاجرم بر دل نشیند. این ترامپ یکی از چیزاش که اون اوائل خوب بود این بود که از رو نوشته مبشته نمیخوند، هرچی تو مغز پوکش بود به زبونش میمد میگفت و لاجرم به دل مردم نشست، چون خوشباور بودن، آدم های خوبی بودن و این شالاتان بود. حالا این آقای رئیسی هم هر چند بارم خونده باشه باز نمیتونه مثل نویسنده اون نوشته این جملات رو به اصطلاح لغات رو ادا کنه. برید نگاه کنید میبینید. من یه ویدیویی دیدم از یه آقای هست که توی برنامه های جنایی و اینها میره، هیچ وقت هم کراوات نمیزنه، فکر کنم با از 2020 شروع کرد، الان تو کانال 4 و اینها هست، مال چه فیلم های کریمینال جنایی. این یه ویدیویی با یک آقای پریست هم پدر روحانی کشیش، اینا هم درجه دارن توی مفتخوری و شالاتانی، درجه های مختلف دارن، شبان نمیدونم این چیزوری، با یکی صحبت میکنه و این خیلی قشنگ تعریف میکنه که اصلا بهشت و جهنمی وجود نداره، اینا کردنش دین و فلان. مثل اون کی بوده؟ لوتر بوده، توی اروپا میاد میگه آقا اصلا این مغازه دین و اینها رو ببندید. کم نبودن ولی به نسبت آخوند و به نسبت دروغوهای کلیسا هیچ وقت اونا صداشون به جایی نمیرسه. توی این قشنگ توضیح میده، من تا امروز نمیدونستم چرا مثلا به جورج بوش میگن born again Christian، یعنی کسی که دوباره متولد شده. و یادتونه توی اروپا هم این رنسانس، ایرانی هم اینجا لوس بازی در آورده بودن، این آقای شاهین نمیدونم چی رنسانس ایرانیان فلان، رنسانس یا همین born again یا نو، از نو زاییده شدن. میدونید چرا همه اینا وقتی تازه میخوان به شما بگن آفرین حالا شما فهمیدی، حالا بیا بگو من born again کریسچنم، حالا بیا بگو من رنسانس، دنبال رنسانسم، برای که میگن شما قبول میکنی که تازه زاییده شدی، تازه متولد شدی، تازه دنیا اومدی و آماده یاد گرفتنی. از کی؟ از همون پدرسوخته ها، آقای جورج بوش عرق‌خور کوکائین کشه، هروئین کشه، که 10 بار نزدیک بوده خودکشی کنه، 10 بار نزدیک بوده کشته بشه، یه دفعه میاد دیگه، حالا وقتی نمیتونه مشروب بخوره و اینها میشه born again Christian. بعد میاد صبح وقتی میخواد بیاد تو آفیسش، بعد از صبح که رفته دستشویی و رفته صبحونه خورده و حالا میخواد بیاد سر کار، اول میره توی چپل، این کلیسای کوچیکی که میرن کنارش با خدا صحبت میکنه. و اگر صحبتاش دقت کنید، این دیوانه روانی هم درست مثل شاه نادان که فکر میکرد مأموریتی داره. برید بخونید کتاب مأموریتی برای وطنم. من همش گفتم مأموریتی برای وطنم کی؟ انگلیس؟ آمریکا؟ کی؟ فهمیدم این احمق فکر میکرده خدا بهش مأموریت داده. اونایی که از این دیوونه تر بودن، پیغمبرها و اماما و اینها، آمدن ادعا کردن ما خدا رو دیدیم، باهاش صحبت کردیم، دیدیم دنیا رو به کجا کشوندن. حالا اینا که بچه ها و نمیدونم شاگردای بی سواد اونها بودن.
این Born Again Christian رو حتما برید چیز کنید. دوستان در این دو هفته، یکی دو هفته ای که شهرام کی فوت شده، شاید بعد دو هفته هم نباشه هنوز، هیچ وقت از خودتون پرسیدین پدرش کیه؟ اول همه فکر کردن محمود قربانیه، بعد گفتیم خب پس چرا فامیلش قربانی نیست؟ گفتیم خب اسم هنری گذاشته، بعضیا فامیل مادرشون رو میگیرن اینا. این بنده خدا پدرش هم معلوم نیست کیه و هیچ اشکالی نداره، الان ازدواجای سفید و نمیدونم رنگارنگ و با هم زندگی میکنن و تلویزیونای آمریکایی نگاه کنید، وقتی میاره این موری پاویچ میاره یه نفر رو، پنج نفر رو میاره آزمایش میکنه ببینی کیه، تازه میگه اینا اونایی هستن که تو اون مدت باشون بودم، احتمال داره اینا پدر باشن. حالا دیگه خب این چیزا تو ایران هم بوده، مخصوصا توی قسمتای هنری و اینها. مادر این بنده خدا با پدر شهرام زندگی خوبی نداشتن، جدا میشن. بعد شهرام کاشانی به اصطلاح خیلی هم زندگی بدی داشته، توی همون برنامه علیرضا قاسمی هرچی قاسم پلانم اونو میگه، ولی این هنرمندای ما مثل هنرمندای آمریکایی و اینا نیستن که بیان مشکلات خودشون رو بگن تا بلکه مشکلات دیگران حل بشن. میگه حالا دیگه نمیخوام راجبش حرف بزنم، زندگی خیلی بدی بود. اینو خود شهرام کاشانی تو مصاحبه 1 و 2 با علیرضا قاسم اینو میگه، برید نگاه کنید. حالا جالبتر این که حتی اونجا میگه آقا تو پول ما رو کی میدی، یعنی علیرضا بهش بدهکاره. اینم از این. و اما داشتم چی میگفتم، بورنگینو گفتم، اون فیلم اگه پیدا کنم تو برنامه آینده بهتون نشون میدم. دو سه تا فیلم خوب دیدم هفته گذشته، یکیشو حقیقتا بار دوم بود دیدم و بازم نگاه کردم، اسمش هست عاشقت شدم. عاشقت شدم خیلی یه فیلم ساده ولی داستان قشنگی داره. این همونی که من یه بار تو برنامه گفتم اگر یه کسی میخواین ازدواج کنید میگه باید خونه داشته باشی، شغل داشته باشی، اینو داشته باشی، اونو داشته باشی، ازش بپرس من امروز همه اینا رو دارم، با هم ازدواج میکنیم، فردا یه اتفاقی پیش میاد، سیل میاد، شرکتم از بین میره، دیگه ماشین ندارم، خونه ندارم، فلان، اون وقت تو منو ول میکنی؟ اگه گفت بله همه الان ولش کنید بهتره، اگه گفت نه بگو خب اولاق چرا میخوای صبر کنی تا اون موقع، بیا همین الان هم ندارم دیگه، با هم زندگی کنیم. تو این فیلمه اینو میگه، برید حتما ببینید عاشقت شدم. اگه خواستینم دربارش روی برنامه، دوستان ازتون خواهش میکنم این تلفن 202 یه جایی بنویسید، 202-695-2573، یه بار دیگه میارمش، 202-695-2573. من اگه اشتباه نکنم فکر کنم با این با واتساپ هم میتونید زنگ بزنید، مطمئن نیستم، زنگ بزنید پیام بذارید. ازتون خواهش میکنم نگید آقا اینو بذار رو واتساپ تا ما بهت پول بدیم، اون پول رو من نخواستم که شما 3 دقیقه زنگ بزنی بگی حالا من 3 تا 3 سنت میخوام بدم به سوربی 9 سنت ولی چون 20 دلار خرجش میشه ولش که بابا خودش خوش میشه میفته. عجب ملتی هست، عجب ملتی هست. اون وقت انتظار داریم یه شاه خوب به ما حکومت کنه، اون وقت انتظار داریم یه شیخ خوب بیاد به ما حکومت کنه. آقا من بعضی وقتا تو فیسبوک مینویسم، مینویسم با این جوری که ما هستیم لیاقتی بیشتر از شیخ و شاه نداریم، چرا گول خودمون میزنیم؟ بگذاریم. 60 میلیون کاربران اینترنتی در ایران، این ماجرای سیانت اینترنتی اگه کسی میخواد ازش صحبت کنه برگردیم باز به فیلم. یه فیلم دیگه‌ای که من دیدم که به نظر من یه جورای داستان یه دکتری بود که یه خانمی کشته بودش، تفاوت سنی زیاد، یا داستان یه فوتبالیستی بود. این فیلم رو جوری پر کردن، اولش هم می‌نویسه این داستان حقیقی نیست، که شما هر جوری میخوان فکر کنید که خشم و هیاهو یا خشم و هیاهو، اون آقای محمد چیز بازی کرده، نوید محمدزاده، خیلی هنرمند خوبیه. ببخشید دوستان، من میخواستم امروز یه ساعت نیم ماکسیمم برنامه بذارم، زودتر برم، ولی نشد دیگه، کار به اینجا رسید. خب همه صفحه رو اونایی که نوشتم فیسبوک شیر. دوستان یه سوالی من از شما دارم، شما هم حتما وقتی، شما که ماشاءالله این کارا رو نمی‌کنی، شیر کردن یعنی مثلا من ویدیوی خودم را از این صفحه شیر می‌کنم به اون صفحه دیگه، وقتی میزنم
دو سه تا آپشن به من میده. یکیش میگه که میخوای روی صفحت بذاری، یکی میگه روی پیج، آخه اینا هم همش تو فارسی معنی میده، رو پروفایلت بذاری، روی پیجت بذاری. بذار من اینو دوتا رو بهتون نشون بدم، لطفاً اگه کسی میدونه برای من توضیح بده، اگه کسی نمیدونه من به اندازه کافی روی یوتیوب مزخرف گوش دادم. زنی که نوشته ببینید اولا بعضیاش سه تا آپشن باز میشه، حالا آپشن های زیریش کاری ندارم، ما یا بگیم یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت، بعضیاش هفت تا گزینه بهتون میده، بعضیاش شیش تا، یک دو سه چهار پنج شیش. نگاه کنید، این میگه share now public، یعنی رو صفحه خودت بذار. یکی دیگهش میگه share to news feed، یکی دیگهش میگه share to your story. این سوال منه، تفاوت اینا چیه؟ این نیوز چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ ولی لطف کنید فالو کنید، اگر روی فیسبوک هستید فالو که بکنید، وقتی من برنامه رو شروع کنم برای شما میاد. اینم اگه خواستید یه عکسی ازش نگه دارید، یا این صفحه رو همینجوری الان نگه دارید، بذار من بیارم اینا نزدیکتر، شاید بتونم درشترش کنم. و باورتون میشه من هنوز بلد نیستم دوتا عکس رو هم بذارم تو پینت، یا اب نداره. اتفاقا قبول کنیم که همه کار رو قرار نیست یه نفر انجام بدن، همینجوری که من به اون آقای علیزاده میگم آقا از این و اون سوال کن این پروگرامه، حالا شاید من این پروگرامه رو دادم به بها ابهری، اون یعنی بخره براش بفرسه. خب ببینید دوستان، این دوتا رو مقایسه کنید، سومی نیستش تو اون یکی، اون یکی 6 تا نشون میده، این یکی 7 تا نشون میده. این سوال من، تفاوتشون چیه و چرا و برای کاری که ما انجام میدیم کدوم یک بهتره؟ که من وقتی روی فیسبوک برنامه زنده رو پخش میکنم، حالا روی استوری بذارم، روی پیج بذارم، روی گروپ بذارم، این باید آقا بگه هرچی گروپ من هستم همه رو یه جا بزنم، به همه اینا شیر کنم، ولی من رفتنم توی این گروپ های مختلف برای چیه؟ رفتم میخوام تبلیغ رسانه کنم. اوکی؟ یادم این آقا خدابنده، درست میگم، یزدان خدابنده لوی هم چیزی میگو آقا من این فیلم ها رو میذارم یه جایی که 50,000 بیننده. گفتن نو 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 نو، اشتباه نکن، 50,000 مزاحم داره، بیکار داره، اینا که نگاه نمی کنن که. ببخشید اگر گفتم مزاحم به شما برخورد، احتمالا شما مزاحم هست، ولی بیکار هممون بیکاری. اینجا نوشتم نشان بده فیسبوک شیر، شانس آوردم، چون اصلا حالا یادم نمیاد چرا نوشتم اف بی شیر. آقا تلگرافی ننویس دیگه، سور بی جون بکن، قشنگ بنویس فیسبوک شیر، تفاوت این با اون چیست. خب من هم برای آقای فرزاد نیساری هم برای آقای اوسانلو نوشتم، حالا که اپوزیسیون تمام سه قوه رو دو دستی تحویل خامنه ای دادن، یعنی دیگه الان 4 تا قوه ای که تو ایران وجود داره، رهبریت، قضاییه، مقننه، مجریه، همشون تندرو هستن، شما بیاین صحبت کنید. آقای اوسانلو اشتباه از من بود، ننوشته بودم چه روزی، ایشون نشته شنبه میام، من براش نوشتم شنبه نیستم، احتمالا هفته آینده. آقای نیساری هم نوشته بودن که کار دارم، مشغول یه پروژه بزرگی هستیم و هفته آینده، نه دو هفته آینده. گفتم باشه هر وقت اومدی. مغازه بقالی و تابلو و اعلانات رو من یه بار دیگه توضیح میدم. دوستان تو رو خدا، اگه خدا رو نمیپرسین، تو رو هر چی دوست دارین، کاری نکنید که این سوربی بگه آقا گوری پدر اونی که میخواد بخره، گوری پدر اونی که میخواد بفروشه، این تابلوها رو من میکنم میدزن سطل آشغال، بزنید یه جایی باشه. اولین کار رو اون سوپرمارکت آلبرت تو خیام خاکشناسی این کاری کرده بود، برای من خیلی جالب بود. ما میرفتیم آگهی اونایی که توی دانشگاه پهلوی بودن و میخواستن برن چیاشونو بخریم. این تابلو اینجا رسمه، یه نفر میاد، حالا ما ایرانی‌ها دیدیم 4 تا آگهی مثل هم درست میکنه، 4 جا میزنه. بعضی‌ها دیدیم میخواد ماشین بفروشه، میاد میزنه رو اون یکی که ماشین خریده، که باز یه وظیفه طرف هم این هست که هی بیاد نگاه کنه رو هم نزده باشن. کاغذ بعضی‌ها خودشون میذارن. چرا؟ میگه ما یعنی کاغذ انقدی فقط باید بذاری. دیدم که بعضی‌ها اون بالایی رو که مثلا در حد چشم هست ور میداره میزنه پایین، مال خودشو میزنه اونجا. حالا ما اینجا این کارا رو خودمون میتونیم کنترل کنیم، کاری نکنید. اگر یه درخواستی دارید و ما دوستانه این درخواست رو پخش میکنیم،
به شما بعدا نگیم باید 5 دلار 10 دلار بدی بر حسب زمان دقیقه فلان، یا به شما بگیم آقا نخواستی. هی دیگه به من نگید شماره تلفنشو بده، حالا زنگ زدم نبود پیغام گذاشتم، فردا نگید آقا زنگ زدم پیغام گذاشتم زنگ نزد. نکنید این کار. ببینید بازی شرطش چیه. این آقای آلبرت تو خیابون خاکشناسی که این تابلو رو گذاشته میگه چی؟ میگه آقا شما نمیتونی یه کاغذ آچار بیاری بزنی جایی که سربی مثلا گفته من معلمم درس میدم زده اینجا، شما نمیتونی یه کاغذ آچار رو چسبونی روی، شما باید یکی بذاری بغلش. حالا میدونم نشستید میخندید یا میگید این واقعا چه دیوونه ایه. آقا من دیوونه نبودم، روزی که شروع کردم 1998 والا بلا عاقل بودم. شما منو به این روز انداختید، شما ما رو دیوونه کردید. میخوایم کمک کنیم کبابمون میکنید میسوزونید. یادم میاد چند سال پیش یه خواننده‌ای بود فکر کنم فرخ، خیلی هم پولدار، بچه پولدار خوزستانیه فکر کنم، یا این بود یا یه خانمی هست تو نیویورک فریده، بالاخره یا فریده بود یا فرخ، چون این دوتاشون یه نمونه برنامه درست کرده بودن. شما کی هستی؟ من سربی هستم تو جنگ خوزستان، نمیدونم من وقتی برگشتم اونا فکر کردن من مردم، خانوادم رو میخوام. بعضی هم دروغ میگفتن اینا، ولی گویا یکیشون بدبخت حقیقی بوده، گفته مثلا من اسمم فلانیه اینها. اون گفته آقا یکی زنگ زد از ایران گفته اینا همسایه ما بودن، تلفن ندارن ولی ما میریم الان مادرشو میاریم. میرن مادر رو میارن، با بچهش نمیدونم تماس میگیره و اینها، مادر فوت میکنه خبره. خلاصه کاری نکنین که ما این تابلو اعلانات کوچولو رو برداریم، از همین به نحو احسن استفاده کنیم. اون خانمی که روجان نوشته پول میخواست برای خودش و پسرش، اون خانمی که برای دوا و درمون پول میخواست، این آقای شهرام که برای چکاش پول میخواد، بذارین ما صدای اینها باشیم که نمیتونن صداشونو به شما برسونن و خود اونا هم کاری نکنن. همین دوستمون این خانم هی برای من میگه آقا گفتی، میگم خانم من برنامه‌م هفتگیه، باید تو هفته بگم برنامه گذاشتم گفتم. میگه شما گفتی، میگم بله اینم لینکش. دوباره ما لینک رو نتونستیم باز کنیم. اصلا دیوونه میکنن آدم رو. خدا کنه همشون سلامت بشن، خدا کنه همه بدهکاری‌هاشون رفع بشن که به ما احتیاج نداشته باشیم. و ببخشید اگر من گاهی وقتی نق‌نق میکنم، ببینید شما میتونید یه کاری انجام بدید که سربی نقنق نکنه. آقا من معلم سختگی، من نمیدونم تشدیدم 25 صدم کم میکنم، اوکی؟ شما ببینم میتونید املای درستی بنویسید که این معلم سختگی این خودکار قرمز رو بعد از چند ماه بندازه دور، بگی من هیچ استفاده برای این ندارم. خودکار قرمز هم فیلم می بوده. خب اینجا چیزه، اینجا چیزه، مغازه بقالی و تابلو و آگهی هم بالا نوشتم، هم اینجا نوشتم صفحه ممتی مردم تیوی رو نشون بده و آقای اکبری لایف تیوب لایف اینجاست، میره بالای کارای این هفتم و از هفته آینده شما میتونی قشنگ دیگه پاتو دراز کنی، قلیون و سیگار اینا رو بنداز دورا. اتفاقا شاید به خاطر احترام به شما و دیگران بنویسم که لطفاً در هین این برنامه سیگار نکشید. این کار رو پرویز کاردان سالها پیش انجام میداد. پرویز کاردان هم مرد و 2600 دلار ما رو هم خورد و نداد. جالب اینه که این بهایی بود، اگه بهایی بود به خدا و اینا باور داشت، اینا حالا چجوری جوابگو میشن نمیدونم، ولی خوشحالم که من اگر اینا رو دیدم اون دنیای وجود داشت، میتونم اگه کسی اومد گفت سربی اینقدر از طلبکارم، بگم پولا رو از اینا بگیری، اینقدر بدهکار من حسن. روز روزگارتون خوش. بریم برنامه آقای حسن ارشاد رو ببینیم. متاسفانه فیلمی از شاهین تا امروز دریافت نکردم. قرار ما با این اینه که هر هفته که فیلم میفرستن من جایگزین کنم، پس به همین خاطر فیلم هفته قبل رو میذارم همون باشه. فیلم آذربایجان دیگه بسه، کنسرت گوگوش بسه، ویدیوهای آقای علاقبندیان رو میخوام هفته یه بار بذارم و با خودشون هم اگه بشه یه مصاحبه‌ای داشته باشیم. تو همین 12 تا ویدیویی که ما تو این هفته پخش کردیم مصاحبه‌های خیلی خوبی داشتن. من به این فکر افتادم که روی فیسبوک هم ویدیوهای ایشون رو بذارم تو شما مستقیما بتونی ببینی. این فیسبوک هم همون تابلو اعلاناته. روز روزگار بر شما خوش. به امید فردای بهتر، آینده‌ای روشن‌تر. لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. این برنامه رو اگه تا اینجا دیدید خوشتون اومده، یه بلاغ هم بدید به چی بگم، والله همین کاشانی توی ویدیوی
میگه اونایی که اومدن کنسرت خیلی خوب، اونایی که نیومدن نمیدونن غلط کردن، گو خوردن، یه چیزی اینجوری. ماش دیوونه هستیم ما. خداحافظ شما، با امید دیدار. مرسی مرسی مرسی. اینجا هم بیان بنویسیم شما هم بیننده برنامه سوربی باشید. آقای کردار یادت باشه 100% قول دادی. روز روزگارتون خوش.